مایکتون بسته است جناب مانیجر. ببخشید، عذر می‌خوام. با سلام و احترام فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و همچنین رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه ویژه کمیته پژوهش قانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو امروز به تاریخ 28 اکتبر سال 2022 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنم. در ابتدا باید خدمت همه بزرگواران عرض کنم که جلسه به صورت هم‌اندیشی و تریبون آزاده که با مشارکت و همفکری تمامی عزیزان و موضوع جلسه هم حق اعتراض، گفتگوی دموکراتیک و حقوقی چگونه گفتگویی است. در واقع موضوع اصلیمون اینه و مهمان ویژه‌ای هم داریم، جناب آقای محمد رضا رائی، بهشون خوش آمد میگیم. یه موضوع دیگری هم خدمتون عرض بکنم که دوستانی که میخوام مشارکت کنن زمان رو مد نظرشون قرار بدن تا بتونیم از نظرات تمامی دوستان بهره ببریم. من کوتاه دست اندرکاران رو معرفی میکنم. خودم مصطفی منیری، منشی جلسه خانم سکا، خانم زهرا رهایی و مسئولین ضبط صدا و ادمین ها هم سکا خانم شهلا شاه‌سونی و آقای حسن حمزه‌زاده و خانم زهرا رهایی. بدون فوت وقت میریم مقدمه‌ای بشنویم از آقای رائی. آقای رائی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی ممنون. با سلام به شما آقای منیری گرامی و دوستان گرامی، بحثی رو که امروز با هم داریم من همونطور که فرمودین ترجیح میدم یک مقدمه کوتاه بگم بعد گفتگو بشه، ولی اگر دیدم دوستان گفتگو نمی کنن همینطور به تدریج جلو میرم و ادامه میدم. گفتگوی دموکراتیک که در واقع از نظر من به این معنی هست که ما گفتگو رو بر مبنای توانایی و سلامت انسان‌ها قرار میدیم، انسان‌های سالمی که حالا اگر مشکلاتی هم دارن میتوانن با توجه به این سلامت و با توجه به این توانایی‌ها مشکل خود رو حل کنن. پس موقعی که از گفتگوی دموکراتیک صحبت می‌کنیم، از گفتگو بین انسان‌هایی صحبت می‌کنیم که توانا هستند، میتوانند تشخیص بدن، میتوانند تجزیه تحلیل بکنن و زیر بار سلطه نمیرن و میتوانند با سلطه مقابله کنن و اون رو خونسا کنن. و بنابراین انسانهایی که کرامت دارن، یعنی صاحب حقوق هستن و این حقوق غیر قابل پایمال کردن هست و غیر قابل انشقاق هست، یعنی قابل پس و پیش کردنه، غیر قابل پایمال کردنه، یکی از آنها هست و یک سیستم کامله که انسان اون رو داره، محتوای انسانه و بر اساس اون کرامت داره. بنابراین انسان موجود نه تنها تواناست، موجود راه‌حل‌یابه و بنابراین چون این گونه است آفتها رو میتوانه شناسایی بکنه و موقعی که آفتها گوش زد میشه میفهمه. این قسمت بحث ماست. قسمت دیگه بحث ما اینه که شناسایی کنیم که عقل سالم و روشی که عقل به کار میبره، روش صحیحی که به کار میبره کدومه. ببینیم عقل سالم از عقل ناسالم، یعنی عقل توجیهگر و بهانه تراش چیست. و نکته دیگه در این بحث ما، گفتگوی ما در گفتگوی دموکراتیک مطرح میشه این است که لازمه که به یک مفهوم فربه، یعنی عدالت، توجه کنیم و ببینیم معیارهای این عدالت کدوم ها هستن. بنابراین من ابتدا از این قسمت شروع میکنم که این عقل سالم لازمه که چه خصوصیاتی داشته باشن. تونه دونه اینا رو میشمارم، ولی اگه هر وقت ببینم، چون این طولانی است، هر وقت ببینم دوستانی دست بلند کردن
من میکروفون رو قطع میکنم که دوستان نظر خودشون رو بدن یا اگه سوالی دارن سوالشون رو مطرح کنم که با هم بررسیش کنیم. این عقل ما لازم خودجوش باقی بمانه، اولین خاصیتش است و بنابراین لازم در دام محورسازی‌های دوالیستی ثنوی نیفته. لازمه که خالی از مجاز و خیال و عمل بکنه و وارد بازی‌های جعلی نشه. لازمه توجه کنه به زندان‌های نامرئی که براش می‌سازن و قالب‌هایی که براش می‌سازن، حد‌هایی که براش تعیین می‌کنن، خط قرمزهایی که براش تعیین می‌کنن و چارچوب‌هایی که براش درست می‌کنن. تمام اینا که گفتم ساخته‌های قدرته، ساخته‌های عقل سالم یک انسان نیست، عقل طبیعی یک انسان نیست. انسان به صورت طبیعی اندازه‌ها رو می‌سنجه اما حد تعیین نمی‌کنه، قالب بر کسی تعیین نمی‌کنه، خط قرمز درست نمی‌کنه، چارچوب درست نمی‌کنه، شالوده باز درست می‌کنه بر اساس معیارهای حقوقی که در اون فعالیت باز باشه و کسی مزاحم کسی نشه. لازمه این عقل ما در روابط قبا در واقع وارد نشه، آزاد باقی بمانه، زیر سلطه کسی نره، زورگویی نشنوه. لازمه که بر موضوع شناخت خودش محیط بشه. هر کدوم اینا رو میشه باز کرده، موضوع شناخت خودش محیط بشه، چون دستی رو بالا میبینم پایین در میام پایین، بعد میتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم و وارد گفته باشیم. ممنون. البته من فکرم اون یکی دستان بالا برده. جناب آقای رایی، در واقع من حالا شما داشتید راجع به پیش شرط ها صحبت میکردید، راجع به شرایط این که به چه نحو گفتگوی دموکراتیک رو پیش ببریم. من امکانش هست پیش از اون از شما بخوام یه تعریفی راجع به گفتگوی دموکراتیک داشته باشید که دقیقاً اصلا ممنون میشم. بله خواهش میکنم. همونطور که گفتم گفتگوی دموکراتیک یعنی گفتگو بین انسانهای توانا و سالم، انسانهایی که میتوانن گفتگو کنن، انسانهایی که میتوانن راه حل پیدا بکنن، انسانهایی که میتونن اندازه ها رو شناسایی کنن. بنابراین صحبت از انسانی است که خود مدیر خودشه، نه مدیر دیگری. مدیریتی رو هم اگر در یک جمعی میپذیره به صورت شورایی میتونه بپذیره، ولی اگر امری باشه باز دخالت تو کار همین انسان دموکرات هستش. پس دموکراسی بنا شده بر اداره جمعی. اداره جمعی کیا؟ انسانهایی که توانا هستن، انسانهایی که میتوانن بر عقل خود تکیه کنن، عقلشون مقدم هست بر تقدیرها، میتوانه تشخیص بده و بنابراین اگر اومدن بهش مثلا گفتن حالا دیگه ما این باور رو داریم دیگه قبول کن دیگه، نه، تعقلش تقدم داره بر این تدبیر تراشی و جبر تراشی. عقلش تقدم داره بر این که بگوییم این دوکسا هستش، یعنی یک فکر عمومی اجتماعی هست، میتوانه غلط باشه. انسان موقعی تشخیص داد، بررسی کرد، دیروز مثلا داشتیم صحبت میکردیم یا خانم جهانبین اعلام کرده که حالا که اینو میگین خب پاس جوابش چیه، جایگزینش چیه. این عقل سالمه، این در این مورد دارم میگم و در این موقع عملیشون سالم بوده. چرا؟ عقلی که چون و چرا نمی کنه است که منفعل میشه. همواره لازمه چون و چرا بکنه، همواره لازمه تشخیص بده که این مطلبی که حالا شما میگین خب پاسخش چیه. در واقع به این صورت بگم که اینطوری معروف شده که موقعی که ما فقط انتقاد کنیم بقیش تو پوپولیستیه، ولی زمانی که راه حل دادیم اون زمان هستش که داریم مثل یک انسان دموکرات عمل میکنیم. موقعی که آمدیم یک تهمتی رو وارد کردیم، اتهامی رو وارد کردیم، بلافاصله دلایل و مشخصه ها رو آوردیم، کار صحیح انجام دادیم. اما اگر اومدم گفتم مثلا این موضوع خوب نیست، کلی بافی کردم بدون اینکه توضیح بدم و بنابراین کار دموکراتیک انجام ندادم. بنابراین
تمامی خصوصیات از عقل که دارم میگم توجه شما رو دارم به این نکته جلب میکنم که انسان توانا این عقل رو داره و فقط هم خودش میتونه خودشون از این عقل محروم بکنه. کسی نمیتونه به او زوری رو بگیو که خودش نخواد، مگر اینکه حصار زور به دورش کامل باشه، یعنی بگه اگه نکنی میکشمت، نکنی توی زندان میمانی، اونجا لازمه که اون زندان رو بشکنه. پس لازمه که عقل بر موضوع بررسی خودش محیط بشه. شاید اینو یک مقدار لازمه توضیح بدم یعنی چی بر موضوع مورد بررسی خودش محیط بشه. هر موضوعی که بررسی میکنیم اجزا داره، این عقل لازم این اجزا رو بررسی بکنه، شناسایی بکنه، رابطه هاشون رو پیدا بکنه و زمانی که در اساس این تجربه که داره میکنه، این آزمایش که داره میکنه، قاعده رو پیدا کرد، اون قاعده رو عمل بکنه و بنابراین همواره در حال بررسی قواعد رو هم پیدا کنه. این قواعد با چی پیدا میکنه؟ با عقل حقوقی خودش، عقل طبیعی خودش که حقوقی است. پس بنابراین خالی نیست انسان. موقعی که داره بررسی میکنه بر اساس همین عقل حقوقی خودش بررسی میکنه و محیط میتوانه باقی بمونه، یعنی بررسی کننده اجزا میتوانه بشه. نکته دیگر که لازمه توجه بکنیم اینه که ما ایرانی ها و ما شرقی ها که سعی کردیم یک عرفانی رو جایگزین عقل بکنی ناموفق بودیم تو این کار. یعنی نه تنها عقل را آمدیم تغییر کردیم، بلکه راه حل هایی هم که پیشنهاد کردیم ناصحیح بوده. پس لازمه توجه کنیم که عرفان میتوانه، عرفان کار صحیح است، یعنی انسان موجود معنوی است، اما عرفان سازی های شرقی بسیارشون ناموفق بوده. به عنوان مثال بر شما بگم اصل وحدت وجود رو مطرح کردم. وحدت وجود به معنی این هستش که یه محور وجود داره، اونم خداست. خب محور بعدی کدومه؟ نداره. میشه یه محور کاری کرد شدنی نیست. پس ما یا خودجوش عملی میکنیم یا با محور سازی عمل میکنیم. اگر من آمدم گفتم وحدت وجود همه چیز خداست و خب یک طرف خدا رو فعال کردم، این طرف هم منفعل شدنی نیست. رابطه ها همین بین فعال و فعال برقرار میشه. انسان دموکرات، انسان سالم، انسانی است که خود رو فعال میبینه و در مقابل خودش هم فعال میبینه. پس حداقل میتونیم بگیم اون عرفانهایی که این گونه نگاه داشتن که سعی میکردن رابطه ثنوی ایجاد کنن بین انسانهایی که میفهمن قطبه، نمیدونم موجود والای عرفانی است و این طرف دستورگیره و باید بیاد. مثال بزنم، مثلا در عرفان هندو که من خودم مراقبه میکنم، مدیتاسیون میکنم، دارم یک اشکالی وجود داره باشونم مطرح کردم. اون اینه که شما حالا اگه در طول روز گناه کردی، اشتباه کردی، خطا کردی، اینا رو همه رو بذار رو دوش استاد مراد. در واقع خب اینطوری سوء استفاده رو شما نگاه کنید. من تو طول روز همه کار میکنم، بعدش میگم من نبودم، استاد بود. این راه حلی است. توضیح دادن منظور ما این نیست، بلکه منظور ما این هست که ما این رو بیاییم به عنوان معذرت به استاد خود ما بگیم، نه اینکه هر کاری میکنیم. بنابراین میبینیم برداشت غلط وجود داره حداقل، و یا این که اصلا دستور خودش میتوانه ایجاد اشکال کنه. پس نکته دیگه این هستش که توجه کنیم که در واقع عقل و دل متناقض هم نیستن، مقابل هم نیستن، همراه هم هستن. در واقع احساس و منطق ما همراه هم هستن. یک تحقیقی شده، یک استاد پرتغالی انجام داده، ایشون به این نتیجه رسیده که اصلا عقل ما جدا از هیجان احساسات گیچی از هیجان‌های ما هم نیست. حالا یه بار روی هوش عاطفی اگر موافق باشین صحبت خواهیم کرد، اینو من باز خواهم کرد. خلاصه اینو برای شما بگم که به این نتیجه رسیده که هیجان شروع تعقله. یک پروسه‌ای وجود داره که از تعقل شروع، از هیجان شروع میشه. پس بنابراین هیجان جدا نیست از تعقل ما.
من اگر تعقل هیجان نداشته باشم و هیجان و احساس رو تغییر کنم بگویم عقل خوب است، اشتباه کردم. شما اگر نترسین، خب همین توپا میشین میرین تو خیابون رو میرین بدون احتیاط، میرین زیر ماشین یا از یه بالای ارتفاعی میپرید. پس هیجان شروع عقل هست و همراه هم هستن. پس لازمه که عقل ما توجه داشته باشه که ما یک مجموعه هستیم که اجزای ما همدیگر رو تأیید میکنن، همگرا با هم هستن. پس عقل ما جدا از دل ما نیست، عقل ما، منطق ما جدا از احساس ما نیست. بنابراین لازمه توجه کنیم که عقل ما لازمه که از تناقض‌ها پرهیز داشته باشه، وارد بازی‌های تناقضی نشه. هم این تناقض هم سفید است و هم سفید، در این نقطه غلطه، نقطه یا سفیده یا سیاه، این هم خوب است و هم بد است. اگر فقط یک مورد مشخصه صحیح نیست، اگر یک بسیتی رو در نظر داریم، یک عامل در نظر داریم، صحیح نیست، مگر اینکه مجموعی رو داریم میگیم. و لازمه در تضاد با واقعیت و حق عمل نکنیم، امور واقع و حق عمل نکنیم. لازمه که اسطوره سازی نکنه عقل ما. اینکه من بگویم که مثلا در جنبش فعلی، جنبش اعتراض، اینو میگم میام پایین صحبت کنید، حتما پیروز میشیم و این جوانها قهرمانای این اسطوره‌سازی هستند. جوانای ما میتونن پیروز بشن، میتونن پیروز نشن. صحیح عمل بکنیم، اشتباه‌ها گرفته بشه، نسل‌ها با هم گفتگو کنن، خود جوانها با هم گفتگو کنن، از تجربه‌های ملیت‌های دیگه دست بگیریم، پیروز میشیم. والا جوانهای ما اسطوره نیستن که اینا رو نگه داریم و بگوییم بر اساس این اسطوره حتما پیروز میشه. فانتزم درست نکنیم برای خودمون، یک خیال به اصطلاح شهوتی برای خودمون درست کنیم، خیالی که در ما شور و شعف کاذب ایجاد کنه درست نکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون آقای رایی. خانم جهانبین بفرمایید، شما اول شما صحبت بفرمایید. خیلی ممنونم. آقای منیر میکروفونتون باز هنوز. من سلام عرض میکنم به همه دوستان. یه سوالی داشتم از حضورتون جناب رایی. در حالا با توجه به موضوع جلسه امروز که گفتگوی دموکراتیک هستش، اگر که این رو بخوایم در بحث سیاست ببینیم و اگر که بخوایم در واقع این مسئله رو در نظر بگیریم که میل به قدرت اتوماتیک در تقابل با دموکراسی میشه، آیا ما اصلا میتونیم از سیاست یا از سیاست مداران یا از پیشروهای یک کشور، حالا میخواد پادشاه باشه، رهبر باشه، رئیس جمهور باشه، هر چیزی که در رأس قدرت قرار داره و به هر حال امکاناتی در دسترس داره و میتونه که برای بقیه مردم تصمیم گیری کنه، آیا ما میتونیم از سیاست و سیاست مدار اصلا انتظار دموکراسی داشته باشیم که بتونیم باهاش وارد گفتگو بشیم یا نه؟ اینو ممنون میشم توضیح بدید. مرسی. بله خیلی ممنون. نظر من این است که میشه در صورتی که مردم خودشون منفعل نشن، باقی بمانن در صحنه و نوع و قانون اساسی ما الزاماتی رو ایجاد بکنه، یعنی قواعد رو ایجاد بکنه که اون قواعد به محض پایمال کردن اتوماتیک سیاستمدار رو از مسئولیتش پاک بکنه، کنار بزنه، خلعیت بکنه ازش، یا در واقع سیاستمدار در دموکراسی های فعلی این گونه نیست. رأی میدیم، یک سیاستمدار میاد و بعد برنامه رو به ما پیشنهاد میکنه و بعد موقعی که ما بهش رأی دادیم برنامه خودش حتی پیاده نمیکنه. ما مجبوریم 4 سال 5 سال بمونیم که تا این کار خودش بکنه. پس لازمه به یک اصل توجه کنیم. این سوال رو شما نوع دیگه هم پرسیدین که چگونه میشونیم اعتماد کنیم در جلسات قبلی، و درست میفرمایید.
لازم است که سیاستمدار پاسخگو باقی بمانه، در رابطه دو طرفه باقی بمانه نه یک طرفه، و اصل نسخه پیچی در نظر گرفته بشه. این سیاستمدار این گونه خواستیم عمل بکنه نمیکنه. پلن بی آی ما بود، نقشه آی ما بود، بلافاصله چون عمل نکرده کنار میره، نقشه بی رو به طور موقت اجرا میکنیم تا در انتخابات بعدی. یعنی ما از نظر من نسخه اینه که موقعی که یک سیاستمداری گفتیم مثلا بیاد مسئله کار رو حل بکنه، نمیکنه، مثلا مینی مسئله تورم رو در نظر میگیره، اونو اولویت بهش میده، و چون قرار بود انجام بده انجام نداده، بلافاصله نسخه پیچ آماده شده رو لازمه به اجرا بذاریم در حالت موقت. یعنی هم لازمه ما نقشه آره داشته باشیم و هم به هم لازم است سخن پاسخگو بودن به تمام سوالها و به تمام نقدها لازم قانون بشه. نمیتوانه پاسخگو نباشه، رد بکنه، دروغ بگه، مصلحت و جایگزین حق بکنه و امثال این بازی ها. و نکته دیگه ای رو که به نظر من مهمه این هست که این پیشنهاد خود من بود برای قانون پیشنهادی که خودمون نوشتیم، لازم است سیاستمدارا امتحان روانکاوانه پس بدن. یعنی یک روانشناسای بالینی که تجربه 30 سال حداقل معالجه بالینی دارن، لازمه که تأیید کنن که اینها سالمه، که ما گرفتار پیشگفت ها نشیم، گرفتارهای اونهایی که الکسیتیمی دارن. الکسیتیمی مرضی هستش که من تشخیص نمیتونم بدم احساس دیگر را چی هست. الکسیتیمی دارن اونا وارد عمل نشن. اونهایی که مریضن و مسئولیت نمیشناسن اما با حقوق بازی خودشون نمیتونن آدم های عادی جلوه بدن، اونا شناسایی بشن. مثال بزنم، یک مطالعه بسیار گسترده روی پدوفیلا انجام شده، اونایی که تجاوز به بچه ها میکنن. در این موارد دیده شده کسانی در خانواده خودشون انسانهای بسیار آرام و مهربان هستن، اگر بچه وجود داره هیچ تعرضی نمیکنن، نگاه چپ هم نمیکنن، اما میرن بیرون و این رفتار نامناسب رو میکنن. در توضیحاتی که در واقع از خودشون خواسته شده نمیتونن توضیح بدن که چرا اینجوری هستن. حالا یا اگرم و این نشان میده که ما با مرضهای طرف هستیم که این مرضها میتوانن همراه سیاست وارد بشن. یک نکته این. دومین نکته این هستش که خیلی خوب سیاست، البته من قدرت رو طبیعی نمیدونم که اعتیاد به قدرت، یعنی عارضه است، یه چیز طبیعی نیست، یک مرض اعتیاد به قدرته. اگر از همون ابتدا در ذات انسان قدرت بود، از همون عبد می پاشیدیم، اصلا نه انسانی به وجود می آمد. چرا؟ به این علت که هر تضاد دینامیک داره، تضاد یواش یواش به تناقض تبدیل میشه. تناقض هم که در یک وجودی باشه دیگه از بین میره دیگه، تناقض مساویست با هرج و مرج های غیر قابل کنترل. پس بنابراین از همون اولش وجود نداره. یا حتی اگر در جامعه از اولش حقوق نبود، انسان ها بر اساس نیازهای حقوقی و دوستی عمل نمی کردن، جامعه شکل نمی گرفت. پس همیشه در واقعیت های اجتماعی حقوق جاری هستند. یه قسمت ندیده شده واقعیت ها همین حقوق هستند. پس لازمه توجه بکنیم که سیاست مدار که قدرت مدارانه میاد در نهادهای دولتی وارد میشه، نهاد دولتی حقوقی باقی بمانه. یعنی هرگاه این شخص آمد با ایده های قدرت مدارانه خودش، با ایده های مرامی خودش خواست حقوق رو دور بزنه، از اونجایی که مرام دولت حقوقیس اجازه نداره و به نفع حقوق لازم نظرش کنار بره. پس این مطلب رو، تضمین رو لازمه که چگونه بکنیم؟ با دستگاه ها و نهادینه کردن دستگاه های حقوقی، با ساختن سازمان ها و جبهه های حقوقی و با حضور مردم در صحنه های اجتماعی مثل سندیکاها، مثل انجمن ها، و بر اساس قوانین دو طرف بودن تصمیم گیرها. نه اینکه یک سندیکالیست یا انجمنی بیاد پیش دولت سوال بکنه، نظر خودشو بگه، اونم توجه نکنه. نه، اینطور نیست.
یه چیزی شبیه آلمان که سندیکای کارگری و سندیکای کارفرمایی با هم گفتگو میکنن، به توافق میرسن، بعد میرن با دولت گفتگو میکنن، چون با هم توافق کردن رموزی با دولت هم میتونن امتیازهای خودشونه بگیرن. پس لازمه به طور کامل اون میشه اجراش کرد، یعنی میتوان همه گفت، یعنی ما به جای گفتگو دموکراسی نمایندگی لازم است که به طرف دموکراسی مشارکتی بریم. دموکراسی مشارکتی نمونه کاملش تو دنیا الان وجود نداره، ولی شبیهش تو کشوری مثل دانمارک وجود داره. اما دلیلش این است که فرهنگ گفتگو بالاست، حتی اگر قانون هم نشده میتوانند بفهمن هم دیگر رو و توافق دارن رو مسائل اخلاقی. بله بفرمایید، خواهش میکنم آقای موری. ممنون آقای رایی. ببخشید من دوباره برمیگردم به موضوع اصلی. حالا میخواستم ببینم ما تفاوتی قائل هستیم بین گفتگوی دموکراتیک و گفتگوی حقوقی؟ بین این دوتا اصلا میشه تفاوتی قائل شد؟ و حالا من سه تا سوال داشتم، یعنی سه تا رو نوشتم، اگر اشکال نداشت میشه یک جا بگم. با اون توضیحی که شما راجع به محوریت خدا فرمودید، پس کلن الهیات توی گفتگوی دموکراتیکی جایگاهی نداره. حالا من خواستم بعدم بدونم تاییدتون همین هست یا نه. و یه گزینه سوم، سوال سومم هم در ادامه صحبت خانم جهانبینه که بحث ضمانت بود، میخواستم بپرسم واقعا جامعه الان شما پیشنهاد دادید که صلاحیتشون سنجیده بشه از لحاظ روانکاوی، آیا جامعه بشری هنوز به اون حد، یعنی به اون قوانین نتونسته برسه که بتونه هر کسی رو بدون در نظر گرفتن پیشینه اون شخص با قوانین محدود کنه؟ یعنی توجه نکنیم که حالا اون یعنی شخصی نگاه نکنیم، هر کسی رو بخوایم مد نظر قرار بدیم بدون هیچ حتی گذشته شد، اما دیگه خیالمون راحت باشه از اینکه قوانین به این شخص اجازه تعرض از اون محدوده حقوقی و دموکراتیک نمیده. ممنون، مرسی. خیلی ممنون. ببینید در مورد خدا بحث این است که خدا جایی در قانون اساسی نداره، اما به این مفهوم نیست که انسان‌ها دینی و غیر دینی نیستن. پس در گفتگوی دموکراتیک انسان‌های دینی با هم شرکت می‌کنن، انسان دینی و غیر دینی با هم شرکت می‌کنن و دو انسان غیر دینی با هم شرکت می‌کنن. اما دینی و غیر دینی در دموکراسی بر مبنای حقوق لازمه برخورد بکنن. چرا؟ به این علت که انسان‌ها بر اساس قواعد با هم جنگ 72 ملت ایجاد می‌کنن. تنها بر مبنای قواعد جهان شمول یعنی حقوق هست که میتونم به توافق برسم. پس من میتونم مذهبی باشم، میتونم غیر مذهبی باشم، در اداره جامعه کاری به این ندارم که شما چه اعتقادی دارید. از شما سوال میکنم خدا رو قبول دارید؟ من برای شما توضیح میدم که بله خدا رو قبول دارم. از یکی سوال میکنه که خدا رو قبول دارم؟ نه قبول ندارم. از من سوال میکنه چرا خدا رو قبول دارید؟ توضیح میدم برای شما. کسی هم میتونه بگه نه من اگنوستیک هستم، نمیدونم خدا هست یا نیست، اون هم یک نوع دیگه است. در این حقوق من نمیتونم بگم مثلا من، چون مثلا به عنوان مثال میگم برای اینکه ببینید که چقدر گسترده است، منی که ناهمجنس خواه هستم نمیتونم بگم حقوق مال منه ولی همجنس خواه نیست، یا کسی که ترانس هست این حقوق نداره، مال همه انسان هست. من نمیتونم بگم ازدواج مختص است به ازدواج زن و مرد. خب زوجهایی هم در دنیا داریم که زن و زن یا من و مردن و 70 مطالعه نشون داده که بچه ها توی این خانواده های مرد مرد یا زن زن به همون اندازه تعادل روی میتونن پیدا کنن، حتی گاهی در مواردی بیشتر در خانواده های ناهمگون که یکی از دوتا مریضه یا اینکه هر دوشون تا سالمن حتی. پس ما میخوام به شما بگم موقعی که از دموکراسی صحبت میکنیم، اگر دموکراسی یکی از معیارهاش حقوق نباشه، دیکتاتوری رو خلق کردیم در کنار دیکتاتوری ها و بلکه بدتر از اون، برای که امید کاذب ایجاد کردیم. پس موقعی که از دموکراسی داریم صحبت میکنیم، از توانایی انسان صحبت میکنیم، از دو نوع حقوق صحبت میکنیم. یک، محتوای طبیعی انسان که حقوقه، یعنی دین طبیعی انسان حقوقه،
به عنوان یک سیستم انسان خالی به دنیا نامده، با این دنیا با این حقوق به دنیا آمده، و دو از حقوق به عنوان قواعد جهان شمول داریم صحبت میکنیم که بر اساس اونها میتونیم با هم توافق کنیم. پس لازمه که مرتب توجه داشته باشیم بر انسان ها آلوده به قدرت، هم با همین آلودگی به قدرت خودشون از محیط خصوصی میان تو محیط عمومی و محیط عمومی هم آلوده میکنن. پس چیکار کنیم که این دستگاه ها آلوده نشه؟ لازم این دستگاه ها دموکراتیزه بشه در اون. یعنی چی؟ یعنی مرتب نظرها تطبیق داده بشه با حقوق، بگیم آقا این حقوق این حقوق این خاصه ها رو داره، اینا رو که شما میگی با این خاصه با این خاصه با این خاصه نمیخونه و بنابراین نظر شما قابل قبول نیست. فکر کن، مشورت کن، کار تخصصی انجام بده، از تخصص های دیگه استفاده کن تا این نظر حقوقی رو پیدا کنی. چرا؟ به این علت که این حقوق تنها راه تفاهم هست و بنابراین در اینجا به طور غیر مستقیم نکته دیگر داریم میگیم هر توافق جمعی توافق دموکراتیک برای همه مردم نیست. پس خودمونو گول نزنیم که رأی اکثریت دموکراسی هست. دروغه. یعنی میشه دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت. آن نظری حرف ژان ژاک روسو ببینید اون موقع زده که نظر جمع لزوما نظر جمهور مردم نیست، نظر همه مردم نیست، نظر دموکراتیک نیست، نظر اراده یک جمعی است به ضرر اراده یک جمع دیگه. پس لازمه که تصمیم ها همواره حقوقی باشن، به معنی که تصمیم های جمعی یا فردی حقوق، حالا چرا میگم فردی توضیح خواهم داد، حقوقی باشن خود به خود برای مردم هستن. حالا حقوقی منظور فردی منظورم چی است؟ یک شخصی حقوقی عمل میکنه، تو کار خودش افتخار به خرج میده، مسئولیتی که داره پیش میبره، مشورت هم نمیکنه، حقوقی پیش میره، نمیشه اون رو تاییدش نکرد، داره کار خودش خوب میکنه. در مثال های کلان اجتماعی اگر دوست داشته باشین این رو میگم و میام پایین و صحبت دوست ما خانم بیرژندی رو میشنویم. سنگاپور یک کشور عقب افتاده، معتاد، کشور غارتگرا و کشور در واقع جنایتکارا بود، فراوان بود در جال همه مردم، نه فراوان، این مستعمره درست یادش مالزی بود. از دست این سنگاپور در واقع شر و بلا خودشون راحت کردن، به این سنگاپور استقلال دادن. یک انسان والایی دانست که می در این جامعه نیروهای مثبت هم وجود داره. 30 سال در این مملکت رئیس جمهور باقی ماند، با اون نیروهای مثبت با توانایی ها سنگاپور الان رو ساخت. پس موقعی که بنا رو بر توانایی ها قرار میدیم و جمعی حتی کوچک حقوقی عمل میکنه، این جمع بزرگ میشه، یک مملکتی ساخته میشه. بفرمایید خانم بیژنی. خب درود عرض میکنم خدمت همه همکاران و شما جناب آقای رای گرامی. من سوالم در واقع به این صورت هست، البته توی صحبتهایی که الان فرمودید یه در واقع میتونم بگم باز یه کم متوجه شدم چی میتونه جوابش باشه، ولی خب باز در کل به اون جواب اصلی نرسیدم. ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید. با توجه به اینکه خب این جلساتی که گذاشته میشه در واقع خب با این موضوع در حال حاضر ما میدونیم که واقعا با این دولت با جمهوری اسلامی گفتگوی جای گفتگوی باقی نمونده که حالا چه بخواد دموکراتیک باشه چه هر چیز دیگه ای. پس من صحبتم میبرم برای بعد از پیروزی این انقلاب که چجوری بخواد چه اتفاقاتی بخواد بیفته. ببینید کلن حرف من روی اون افرادی هستش، من کاری ندارم به کسانی که به اجبار هست، اون کسایی که زوبه در ولایت هستن و الان حتی بهشونم مثلا به طور مثال میگی از حق و حقوق، میگی از جنایت هایی که جمهوری اسلامی میکنی، میگی باز هم همه چیز رو، یعنی چون رهبرشون رو از طرف خدا میدونن و امرش رو امر الهی میدونن، حتی کشته شدن تو این راه هم به قول خودشون راهشون به بهشتشون که باز میشه. خب منظورم طرز فکرشون رو میخوام بگم. اما بعد از این پیروزی ما با خانواده هایی در واقع روبرو خواهیم شد
که از همین افرادی هستن که تو همین انقلاب و این جنبش ها توسط مردم کشته شدن. و میخوام بدونم جناب رای، ما با اینا چه جوری در واقع میخوایم گفتگو داشته باشیم؟ آیا اونا همیشه به قول معروف به عنوان یک انتقامجو باقی میمونن؟ یعنی چون الان که حقوق رو نمیفهمن، بعدش هم که میخوان رو این اصل باشن که پدر برادر یا هر کسشون توسط این مردم کشته شدن، پس اینا الان دشمنشونن. و حالا و با قانون هم اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، یه چیزی میشه مثلا میگم و مثل مجاهدی که مثلا اعدام شدن، خب حالا به حال یه سری کارهایی رو انجام دادن، هرچند من مخالفم یا کشته شدم، ولی یه سری کارهایی رو انجام دادن، حالا بر حسب یه قانون این اتفاق افتاده برشون. و خب ما هم اگه بخوایم از قانون این کار بکنیم، من موندم واقعا چه کاری میشه کرد؟ آیا باید بسپریم به زمان یا حالا هرچی که شما بفرمایید؟ ممنون میشم که راهنمایی کنید. مرسی. خیلی ممنون. ما یه تحقیقی رو در رابطه با افریقای جنوبی در رابطه با این سوال شما در سایت ما وجود داره، اگر خواستیم برای شما خواهم گذاشت. خانم فیروزه بنی صعب که خودشون پزشک هستن و متخصص بیمار عفونی، یه تحقیقی رو کردن در مورد افریقای جنوبی، آرژانتین و کشورهای دیگه که ما چه کار کنیم با این انسان ها. راحل های مختلف در کشورهای مختلف وجود داره. راه حل افریقای جنوبی این بودش که دادگاه‌های حقیقت‌یاب تعیین کنن، یعنی به این اشخاص بگن شما اگر بیایید و اون جنایتایی که کردین توضیح بدین و توضیح بدین علتش چی بوده، در چیز هست شما جبران کردید خطای خودتون رو و حالا تا اونجایی که میدونم میبخشن، و یا اینکه در واقع اون دادگاه اصلا حکم نمیتونست صادر کنه. به هر حال این کار رو انجام دادن و در اون دادگاه ها میدیدید که جنایتکاری میامد میگه من سیاره میکشتم به این علت این فکر نجات پرستی رو داشتم، در اینجا این پوست گوسفند رو سرش میکشیدم که خفش بکنم. حالا پوست گوسفند رو سرش که کشیده، اون کسی که قربانی بودم جلوش نشسته داره گوش میکنه، خودش با گریه اینا رو توضیح میده، اون قربانی هم با گریه داره گوش میکنه. این کارو کردن و این رو یک راه جبران دونستن. راه دیگه این هستش که از همین حالا توجه کنیم در مبارزه آمران رو لازمه هدف قرار بدیم، نه بدنه رژیم رو. بدنه رژیم رو میتوانیم در آینده بگیم مثلا شما تو این پست بودی، این تجربه رو داشتیم از شما، شما حالا بر اساس این مقدار خطای کردی، حالا میتونیم باید ادامه بدیم یا نمیتونیم ادامه بدیم، و بعد برای او جبران کار ایجاد میشه. ما سال 57 این کار کردیم، در اون سال 57 متوجه شدیم که دستگاه اداری 1,200,000 تا اونجا که یادمه کارمند داشت، او زیاد بود، یعنی بودجه زیادی رو میطلبید، یک سومش کردن اون یک سوم یا یک چهارم تا اونجا که یادمه یک سوم اون تعداد کارمندان رو یک سوم کردم، اونایی که بیکار کرده اون دو سوم بیکار نذاشتن، بهشون کار دادن. کار به جایی رسید که ایرانی ها در اون موقع با یه شغل هزینهشون کمتر از درآمدشون بود در شهر و روستا، و رئیس جمهور اون موقع آقای بنی صدر از مردم خواست که یه دو ساعت بیشتر کار بکنیم، به مدت 20 سال ما در عرض 20 سال مملکت می‌سازیم، ولی فعلا تو این سال‌های آینده 2 ساعت بیشتر کار کنید. یه دی اون موقع اعتراض و این برای ما اینا، حالا یه دم که موافقت کردن. میخوام به شما بگم که در اون زمان ما میدانستیم که کارمندان رو نمیشه سر جای خودش گذاشت و کارمندان رو هم میشه چیز. اما اون بازی هایی که در آوردن طاغوت و اینا رو باید گذاشت کردن، اینا بچه های مردم هم، اینا مردم هم، اینها رو گمراه لازمه حساب کرد، مگر اونایی که جنایت کردن، مگر اونایی که در واقع خشونت های بزرگ کردن، اونا رو از کارشون لازمه کنار گذاشته بشن، چون آمادگی ندارن تو این جامعه باشن و لازمه کارهای دیگه براشون، نه بیگاری هم نباید ازشون کشید، آمادهشون کرد، درمانشون باید کرد، محیط های مخصوصی براشون گذاشت و موقعی هم که کار میکنن عین بقیه بهشون حقوق داد، یعنی تبعیضی در این زمینه هم نباشه. مثال بزنم، مثلا در یک زندانی در امریکا من دیدم یک جنایتکار بزرگ که بیش از چند سال بیشتر از 20 سال میشه که زندان داشت،
برای اینکه از اون روحیه خشونتش در بیاد یه سگ رو بهش دادن که اینو تربیتش کنه. و این سگ رو این اینقدر دوست داشت بعد از ماها، و این سگ آنچنان خوب تربیت شد که بعد از تخفیف بهش دادن به این علت که این توانسته بود در تماس با سگ رابطه حقوقی رو یاد بگیره، رابطه تحریک کردن قوای حقوقی اون سگ رو یاد بگیره و از زندان آزادش کردن. پس لازمه ما توجه کنیم. آره من با زندان اصلا مخالفم، گفتم به شما با مراکز درمانی در حد وسیع موافق هستم، ولی میخوام به شما بگم راه حل وجود داره و بنابراین ما نگاه سرزنش لازمه برداریم. یکی از مشکلات ما هست، لازمه نقد کنیم دیگه، نگاه سرزنش رو برداریم. این که هی بگوییم این کار که این کار صحیح نیست، میگوییم موقعی که متوجه شد اون موقع راه حلی هم تا جایی که داریم براش میگذاریم، اگر هم نداریم لازمه به فکر این باشیم راه حل رو پیدا کنیم و توجه داشته باشیم حتی یک مملکتی از نظر مالی فقیر مثل ایران برشکسته از نظر اقتصادی میتوانه ثروتمند بشه. چگونه؟ اعتبار فرق داره با قرض. میتوانه دولت خودش نهادهایی رو درست بکنه که با 0% بهره اعتبار ایجاد کنه، زیربناها رو درست کنه در درجه اول، جاهایی رو که نقدینگی رو وارد میکنیم تورم ایجاد نمیکنه مثل سرمایه گذاری خارجی رو ایجاد بکنه، شرکت های بزرگ تولیدی که میدانیم با مطالعه که تولیدشون رشد ایجاد میکنه رو ایجاد کنیم و همه اینها موجب میشه که میتوان ساخت مملکت. کما اینکه ساختیم، برای اینکه سال 57 تمام بانک های ایران ورشکست شد، توی بانک ها یک شاهی پول نبود، یک ریال پول نبود. اون موقع تصمیم گرفته شد یا به مردم بگیم که ورشکست شدیم، شما بنابراین پس اندازتون از بین رفته، یا اینکه با پول نفت که اون موقع فروش ما رفته بود بالا از 16 دلار رسیده بود به 30 خوردی و حتی در بازارهای آزاد 40 درجه می‌رسیدیم جبران کنیم، و این کار کردیم و به جای رسیدیم که در کوتاه مدت توانستیم مسائل حل کنیم. پس بنابراین موقعی که نکته اول اینه که مسئله در واقع راه حل پیدا کردن برای ایناست و اعتماد کردن، اصل رو بر اعتماد و براءت گذاشتن. سال 57 دیدیم کسانی که در اون رژیم، من خودم در اون موقع در خدمت سربازی بودم، در دادرسی، در درست سال 57 من در خدمت سربازی بودم، در دادرسی ارتش هم بودم، یعنی یکی از بالاترین جاهای چیز، در اونجا بین ما هم بحث بود در داخل ارتش، و کسانی به شدت دفاع می‌کردن از رژیم پهلوی و اینا بعد از انقلاب به عنوان مثال اونا که با من ارتباط داشتن اول از من معذرت خواهی کردن، من بهش گفتم احتیاج به معذرت خواهی از من نیست، اینها حتی شک کردن که مبادا من اینا رو لو دادم، بعد به من پیغام فرستادن دو سال بعد از اینکه من خارج کشور اومدم، معذرت می‌خوام از تو، فکرم تو کردی، می‌خوام بیارم بهتون بگم که میشه به اینا اعتماد کرد و میتوان اینها رو وارد عمل کرد. ما در اول انقلاب یه همین ملاهای الان داد میزدن که ما ارتش طاغوتی نمیخوایم، رجایی که حسن وزیر تعمیلی بود و ما پیروزی جنگ با ارتش طاغوتی نمیخوایم. آقای بنی صدر به این ارتش اعتماد کرد، در اونجا رابطه رو دموکراتیک کرد به این صورت که هر کسی لیاقت نشون میداد فورا بهش درجه میداد، به عنوان مثال یک استواری بود که این در جنگ ایران و عراق به تنهایی مثل که 12 تا تانک رو از بین برده بود، همینطور کارهای مختلف کرد رو که لیاقت داشت. این رسیده بود در رژیم سابق یه استوار نمیتونست افسر بشه، اینو افسرش کرده بودن، تا اونجا که میدونم سروانش حتی کردن، یعنی از ستوان دو ستوان یک آمد و سروان شد. پس میتوان نهادها رو دموکراتیزه کرد و مواظب باشیم حذف نهادها نه تنها صحیح نیست بلکه خطرناکه. این اشتباهی بود که دولت موقت بعد از انقلاب کرد، برای اینکه نهادها رو میگفتن طاغوتیه اومد نهادهای جدید درست کرد، برای اینکه ارتش رو کنترل کنن اومدن سپاه پاسداران درست کرد. حالا این سپاه پاسداران که بود ارتش رو کنترل کنه چگونه کنترلش کردن؟ جنگ شد نعمت، نقش ارتش رو کم کردن، نقش سپاه رو زیاد کردن، برای اینکه بتونن رو کنترل کنن یه زور بیشتر، ارتش زوره، ارتش قدرت دیگه، باید زور بیشتر بشه، پس بنابراین با زور بیشتر زور کمتر بخوان جلوان کنی، خب خسارت بیشتر هم ایجاد میکنی، برای قدرت و خسارت ایجاد میکنه. پس نمونه دیگرش
عراق موقعی که صدام حسین افتاد ارتش پاشیده شد و دیدیم چه اشغالی شد. پس ارتش رو باید در عراق هم دموکراتیزه میکرد و نه اینکه میپاشیدن. همون برخی از همون سربازای اون ارتش بعض آمدن شدن این داعشی ها که الان میبینیم تو هوا برکن. اسلحه ها کجا رفت؟ تو بازار سیاه‌پخش شد. پس توجه داشته باشیم، نگاه مثبت به اون به لیاقتی که از خود به خرج میدن، توانایی که به خرج میدن مهمه. مصدق این کارو کرد. مصدق به دشمنای خود، به کسایی که باش دشمنی میکردن اما لیاقت داشتن مقام داد و اون دشمنا شدن دوستای مصدق. خیلی ممنون. دو تا سوال دیگه هم مثل این که آقای فرمودن محدود سازی قوانین. قوانین رو اگه ما بخواد به این مفهوم بذاریم که محدود بکنه، نه، قوانین لازمه متحد باشیم به قوانین. قوانین رو بذاریم و ضمانت اجرای قانون چه هست؟ دو طرفی کردن، همونطوری که گفتم، دموکراسی یعنی در صحنه ماندن، نقش تصمیم گیری دو طرفه دادن به نهادها. دولت موقعی که میاد با کارگر تصمیم میگیره، دولت موقعی که میاد با مثلا بنیادهای خانم‌ها تصمیم میگیره، احتیاج هست تصمیم رو از سطح جامعه بیاد به جامعه، دولت تصمیم گیرنده نباشه، فقط مجری باشه. پس یکی از ضمانت‌ها این است که دولت اصلا تصمیم گیرنده نباشه، نه قوه مجریه تصمیم گیرنده باشه، نه قوه مقننه تصمیم گیرنده باشه، نه قوه قضاییه. قوه قضاییه بر اساس قواعد حقوقی از قبل وجود داشته عمل بکنه. قوه مجریه تصمیم ها رو در جامعه بحث و گفتگو میشه، نتیجه ها گرفته میشه، نظرات تخصصی داده میشه، اونها اجرا میشه. هرگاه همینطور قوه مقننه، قوانین زمانی که در جامعه تصمیم گرفته شد این قاعده صحیح هست، اونو میبره تصویب میکنه. پس لازمه تضمین یکیش این است که دولت که به هر حال یک نهاد قدرتمداره، قدرتمداریش رو حل نکنه، مرامش حقوق باشه و موقعی که مرام حقوقی این جامعه تصمیم میگیره، حقوق رو همه دارن و حقوق رو هم لازمه همه تصمیم میگیرن. جامعه‌ای که تصمیم میگیره ولی اگر هرگاه آمدن به جای جامعه تصمیم گرفتن، خود به خود از پست محروم میشن و خود به خود اون جایگزین اون آلترناتیو برنامه ب لازمه پیاده بشه. بفرمایید، خواهش میکنم، ببخشید زیاد حرف زدم. ممنونم. خانم جهانبین در خدمت شما هستی. مرسی، میکروفون برای من باز نمیشد، ببخشید. صحبتی که من دارم تقریبا میشه گفت مثل صحبت خانم بیژندیه. یه چیزی که من الان احساس میکنم درگیرش هستیم در مورد تعریف هممون از دموکراسی هست و اینکه اصلا کلن چیزی که شاید از نظر ما دموکراسی باشه، شاید از نظر یه قشر دیگه دموکراسی نباشه یا حق نباشه. اگه بخوام مثال بزنم در مورد همون نویسنده‌ای که کتاب نوشت و در مورد دین اسلام به هر حال با یه حالت طنز صحبت کرده بود که اینجا مردم به دو دسته تقسیم شدن. یه سری ها میگفتن که خب ایشون از حق آزادی بیان اندیشش استفاده کرده، هر کس که دوست داره این کتاب رو مطالعه میکنه طرفدارشه، هر کس که دلش نمیخواد مطالعه نمیکنه. یه گروه دیگه این تفکر رو داشتن، این نظر رو داشتن که نه، ایشون حق توهین به هیچ شخصی رو نداره و حتی حق توهین به هیچ دینی رو نداره و این اسمش دموکراسی نیست و اسمش استفاده از حق نیست. یعنی میخوام بگم که این تفکر ماها در مورد حق و تعریفمون از دموکراسی متفاوته. و سوالی هم که خانم بیژندی کرد و جوابی که آقای رایی دادن، اینکه آقای رایی فرمودن که تلاش کنیم که به هر حال اصلاح بشه یا اینکه اصل رو بر براءت بذاریم یا اینکه بخوایم بهشون راه و روش دموکراسی رو آموزش بدیم، به هر حال وقتی که تفکرشون و نگاهشون و تعریفشون از دموکراسی با ما متفاوت باشه، خب این نقطه اشتراکی، به اون نقطه اشتراکی رسیدن خیلی سخته. و یا وقتی که مثلا میگین که لازم از تصمیمات حقوقی باشد، این حقی که این تعریفی که من از حق دارم شاید 10 نفر دیگه نداشته باشن. میخوام ببینم که چطور میتونیم توی جامعه
که به هر حال هیچ کسی مثل اون یکی نمیتونه فکر بکنه و تعاریف مختلفی از دموکراسی و حق هست، چجوری میتونیم مسالمت آمیز کنار هم دیگه زندگی کنیم؟ یعنی همونجوری که خانم بیژندی گفتن، این حس انتقام جویی باعث نشه که 20 سال دیگه 30 سال دیگه دوباره همین گروه بخوان بیان صحبت کنن، آره ما 20 سال پیش اینجوری بودیم، ما دموکراسی داشتیم نه شما. چجوری میتونیم توی جامعه به همه تفکرات و به همه نظرات و همه تعاریفی که از دموکراسی وجود داره احترام بذاریم و با صلح زندگی کنیم؟ مرسی. بله خیلی ممنون. ببینید پیچیده است جواب. مسئله چون پیچیده است، پذیرفتن پیچیدگی مسئله مسئله راحت میکنه. موقعی که مسئله داریم پیچیده است و ما نخواهیم بپذیریم پیچیده است، دنبال راه حل های ساده بریم، چون پیچیده از راه حل ساده ما جواب نمیده. پس بنابراین ساده کردن ذهنی صحیح نیست. مسئله پیچیده است همطور که شما توضیح دادین و لازمه با اعتماد به نفس و با برنامه‌ریزی درست و با کار تخصصی درست و با اصل رو بر براءت گذاشتن جلو بریم. یعنی چی اصل رو بر براءت گذاشتن؟ ممکنه یه نفر 10 تا عمل غلط انجام داده، موقعی که عمل جدید رو انجام میدیم ممکنه جبران کرده، ما خبر نداریم، ما که درونش رو نمیدونیم، که ممکنه الان دیگه بخواد درست عمل بکنه. پس فرصت جبران رو بعد در اختیار همه لازمه بذاریم و این اصل رو در نظر بگیریم. منتها کینه و عداوت اینا در جامعه هست، تعریف هم هست، از جمله تعریف از دموکراسی هم متفاوته. به یک نکته توجه داشته باشیم، تعریف های گوناگون وجود داره، اما بین تعریف های گوناگون یک تعریف هست که کامل، اجزاش همدیگر رو تایید میکنن، متناقض با بین با اجزای داخل خودش نیست و متناقض با تمام حقوق و مجموعه هایی که خارج از این دموکراسی میسنجیم هم نیست. مثلا کشورهای دیگه، رابطه دموکراتیک خودمون با کشورهای دیگه هم نیست. پس بنابراین دنبال این تعریف جهان شمول لازمه بریم. دموکراسی تعریف درستش اینه، تعریف های غلط هم وجود داره. انسان موجودی است حقوقی، بنابراین انسان موجودی است توانا، انسان موجودی است تصمیم گیرنده و تصمیم انسان غیر قابل انتقال به یک انسان دیگر، به انسان‌های دیگر است. در دموکراسی ها می‌دانند که تصمیم قابل انتقال نیست و بنابراین چی میگن؟ میگن بله ما مردم انتقال میدن تصمیم خودشو به نماینده به برنامه‌ای که از قبل تعیین شده رای میدن. حالا بعد دیگه میبینیم که این برنامه اجرا نمیشه، اما بهانه اینه، یا حداقل تو دلیل اینه، اگر بهانه هم نگیم دلیل اینه. پس توجه داشته باشیم که دموکراسی که این گونه است، یعنی انسان‌های توانا هستند، تصمیم گیرندن و تصمیم خودشون رو نمیتونن به دیگر انتقال بدن، یک را براشون باقی میمانه و اون اداره جمعی هست. پس دموکراسی یعنی اداره جمعی انسان‌های توانای حقوقی بر مبنای قواعد جهانشمولی حقوقی. حالا تعریف‌های دیگه چیه؟ دموکراسی اکثریت بر اقلیت، همطور که الان توضیح دادم، اکثریتی که تصمیم حقوقی نگیره تأمین منافع یک اکثریتی داره میکنه بر بضرر یک اقلیتی، صحیح نیست. مثال بزنم، در یک جامعه یکی میاد اصرار میکنه من شیطان پرستم، حقش این فکر رو داشته باشه. من بهش میگم آقای شیطان پرست، شمایی که شیطان پرست هستی با من در اداره جمعی بر اساس حقوق میتوانی کار بکنی که تبعیضی درش نباشه، قواعد هم دیگر رو تایید کنن و منافع شما هم تامین بشه. میگه آره. میگم خب باشه، شما شیطان پرست خود باش، شما از شیطان پرستی خودت تونستی گفتمان آزادی بدی بیرون که حقوقه، گفتمان تمام حقوقی بدی. شما مارکسیست هستی، میتوانی گفتمان آزادی از اون گفتمان از اون ایدئولوژی مارکسیست خود به بیرون. میگه بله. میگه خب معرفی کن، ما این کار عملا خواستیم، ما غیر از خودمون کسی که این کار نکرده، این ضعفه ساده، ولی میشه. مصدق اون موقع گفت اسلامیت ما از ایرانیت جدا نیست، همینو میگفت. شمایی که اسلامی هستی باید بگی که آقا شما، من که اسلامی هستم، شما میخواید اسلامی باش نباش، من از اسلام خودم این حقوق رو میفهمم، این گفتمان آزادی رو میفهمم، این همین کاری که من الان دارم با شما میکنم، من از مجامع اسلامی ایرانیان هستم دیگه، بنابراین گفتمان حقوقی رو دارم به شما میگم، شما مجبور نیستین با من مسلمون باشید نباشید، من کاری ندارم، باز گفتمان
اسلامی با شما صحبت نمی کنم، با گفتمان حقوقی با شما صحبت می کنم. چرا؟ برای اینکه من نمیتونم با یک انسانی که نه اسلامیه نه اصلا خدا رو قبول داره به زبانی صحبت کنم که نمیفهمه. من به زبانی باید صحبت کنم که عادلانه است، اون میفهمه. اگه قرار باشه بر اساس نفهمیدن با هم صحبت کنم که ناعادلانه، با اساس دموکراسی در کار نمیاد. پس لازمه بر مبنای آن چه داریم گفتگو کنیم، پنهانم نکنیم اون چی هستیم. منابع خودمون رو اگر درش قواعد جهان شمول هست بگیم، اگر نقصی هست بگیم این نقص وجود داره. بنابراین توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که تعاریف طیبه وجود داره، تعاریف خبیثه هم وجود داره، از دموکراسی هم همین داره. پس اینکه انسان‌ها نتوانند کینه خود رو جبران بکنند به این معنی است که نشون کرده اون کسی رو که میگه که این خطاها رو کرده، اما در خودش هم قدرت وجود داره. پس قدرت در یه جای خاصی نیست، در همه جا بخشه به نسبت‌های مختلف. در درون خانواده هست، در درون شخص هم هست. پس موقعی که منی که رتب خوردم چجوری به من رتب بکنم؟ منی که خودم معتاد به قدرتم چجوری کنم که من خوبم اومده؟ یعنی از منیکیسم باید اومد بیرون. این که من تصمیم گیرنده هستم، من سالمم، من به طور نسبی سالمتر از اون سرکوبگرم، اما اون سرکوبگرم انسانیت درش به صفر نرسید. حتی فرعون هم انسانیت به صفر نمیرسید، علی خامنه‌ای هم به صفر نمیرسید، برای که اگه به صفر رسید یه مریضه، رفع مسئولیت ازش میشه کرد، اینو باید توی تیمارستان نگهش داشت. اما رفع مسئولیت نه انسان‌های معمولی هستن، تمام جنایات میکنن، غول‌ها نیستن. اینهایی که این جنایت ها رو میکنن مثل علی خانی، همین انسان‌های معمولی هستن که جنایتکار نبودن، جنایتکار شدن. خمینی جنایتکار نبود اومد ایران، جنایتکار شد به دلایل مختلف، از جمله به این علت که ما به اندازه کافی مقاومت در مقابلش نکردیم، و از جمله به این علت که رئیس جمهور اول ما، آقای رئیس جمهور، مقاومت خوش دیر شروع کرد، حداقل 6 ماه دیر شروع کرد، اعتراض میکرد، نامه مینوشت، به جای اون باید مقاومت میکرد، با مردم وارد مقاومت شد، در جای کرد و ولی در همه جا نکرد. پس لازمه توجه بکنیم که صحبت موقعی که میکنیم یک مجبور نیستیم که چون عقب افتاده، کشور عقب افتاده هستیم، خودمون رو قانع کنیم به مفاهیم ناقص، به علم ناقص. از غذا چون عقب افتاده هستیم، بهترین علم ها رو باید دنبالش بریم، بهترین نمونه ها رو باید دنبالش بریم، بهترین راه حل ها رو باید پیدا کنیم و اخلاق رو بیشتر کنیم تا جایگزین خلاهای قانونی بشه. مرسی، خیلی ممنون. بفرمایید آقای منیر. ببخشید بنده اینترنتم ضعیف بود، یه آن قطع شد. جناب آقای رایی، شما راجع به حالا سلب مسئولیت صحبت کردید از آمران، و در ابتدای صحبتتون هم راجع به محاکمه، حالا من چون دوستان کسی دستش بلند نکرده دیگه سوال خودم مطرح میکنم، راجع به محاکمه آمران و مأمورین در واقع یه صحبت کوتاهی کردید که حالا شما فرمودید توی آفریقای جنوبی مثلا خود مأمور رو می نشوندن جلوی قربانی، که حالا من حالا نمیدونم اون چقدر کارساز بود و چقدر نتیجه. دادگاه حقیقت یاب بهش میگفتن، دادگاه حقیقت یاب که حالا شما خودتون معتقد هستید که اون جواب داد، درسته اون رویه؟ و اینکه حالا در افریقای جنوبی به میزان زیاد جواب داد، که کشورهای دیگه همه اون نمونه رو ندارن. بله، این که حالا این بحث سر همون محاکمه آمران و مأمورین، و این که حالا مردم باز یه سری از صحبت‌های خانم جهانبین و خانم بیرجندی رو در واقع پوشش میده، چون اون حس انتقام و خشم حتی الان در حال حاضر توی مردم نسبت به مأمورین هم وجود داره. اینکه حالا اینو به چه نحو باید در واقع بین مردم آگاه سازی بکنیم و این بحث جبرانشو در واقع بهشون متوجه این موضوع بکنیم. این خب یه بخشش بخش آگاهیه. اینکه حالا این محاکمه آمران یک تعریف خاصی داره توی دنیا،
آمران رو به چه نحو محاکمه بکنن و مأمورین رو به چه نحو، یعنی میشه الگو برداری کرد یا نه؟ مثلا حالا شما الان راجع به آفریقای جنوبی گفتید، اما کلن کل حقوقدانان روی این مسئله اتفاق نظر دارن یا نه؟ یه نکته دیگه هم راجع به، حالا شما راجع به قوه مقننه فرمودید که گفتید باید رجوع بکنن به مردم و خواسته مردم رو در واقع بیان ارائه بکنن، که برای من سوال بود که حالا توی جوامع دموکراتیک دقیقاً قوه مقننه دقیقاً به چه نحو ارتباط مستقیمی با مردم داره. شما فرمودید هیچ کدوم از قوه ها تصمیم گیرنده نیستن و راجب قوه، حالا مجریه و قضاییه رو که دقیق فرمودید، اما راجب قوه مقننه یه خورده برای من ابهام داشت که چطور میتونن اونها ارتباط مستقیمی داشته باشن با مردم برای اون تصمیم گیری ها. مرسی، ممنون. بله خیلی ممنون. ببینید الان در مجالس فعلی دو نوع بررسی قوه مقننه هست، یکی طرح یکی لایحه. طرح خود نماینده های مجلس میدن و بررسی میکنن، کمیسیون هایی در داخل همون مجلس هست که اول بررسی میکنه و بعد آمادش که کرد به صورت یه پروژه میاره، آماده رأی گیری میشه و یه بحث عمومی میشه در مجلس و رأی میدن. یکی هم لایحه هست که دولت میده. نظر من این است که هم لایحه هم و هم طرح موقعی که مطرح میشه لازمه برای همه جامعه مطرح بشه، نظرات تخصصی در موردش داده بشه، جامعه از طریق رسانه ها، از طریق انجمن ها، از طریق سندیکا ها، از طریق تمام مؤسسات اجتماعی و شبکه‌ای با هم دیگه گفتگو بکنه، نتیجه گیری ها به دست بیاد، نتیجه گیری به دست آمد به مجلس بره درگیری بشه. به عنوان مثال برای شما بگم، در فرانسه بحث بر سر این شد که ما ازدواج رو قانونیش بکنیم برای همه، علاوه بر اونایی که ناهمجنس خواه هستن، همجنس خواه ها و همینطور ترانس ها و همینطور اقلیت های دیگه قومی رو هم، ببخشید اقلیت های دیگه جنسی رو هم، در واقع اونها رو هم براشون قانونی بذاریم که اونا هم بتونن ازدواج کنن. این بحث تو جامعه آمد و بحث در جامعه فرانسه داغ شد و در این بحث ها انواع اقسام نظرهای تخصصی داده شد. به عنوان مثال این که همینی که بر شما گفتم که 70 مطالعه در سطح دنیا نشون داده که خانواده های همجنس خواه بچه هاشون رو خوب تربیت میکنن، یا این مخالفت در فرانسه شد که این کاتولیکا آمدن تظاهرات بسیار بزرگ گذاشتن مخالفت کردن با این، گفتن حتی شما میتوانید اسم اینو ازدواج نذارید، بلکه میتونید یه قرارداد اجتماعی بذارید که اینا کمک‌های اجتماعیشون رو میذار خانوادگی بگیرن، اما اسمش ازدواج نذارید. مخالفت شد. باز بحث تخصصی این بود که این نگاه یعنی این که من سالمم، همجنس خواه ناسالمم، بس ازدواج به سالمات هم. میبینید بحث‌های تخصصی شد. نتیجه این شد حالا در اون موقع چون سوسیالیست‌ها در فرانسه اکثریت داشتن در مجلس، این نظر غالب در اجتماع رأی بهش داده شد و پذیرفته شد. الان در فرانسه همه میتونن ازدواج کنن با هم دیگه، هم جنس خواه نه هم جنس خواه نمیدونم ترانس، همه اینا میتونن با هم ازدواج کنن و این قانون شد. یعنی من در ذهن خودم انسانی که مثل من نیست رو انگشت اتهام درشت که او تو اینجوری هستی، اینطوری هستی، چاقی، همجنس خواه هستی، نمیدونم ترانس هستی، این نگاه و انگشت نما کردن رو برداشتن و در این حال این که من صحیح هستم و سالم هستم شما نیستی رو برداشتن و این که نظرات تخصصی اگر به نتیجه نمیرسن پس بنابراین ملک به نتیجه نمیرسن، نمیرسن، اصرار نداریم دیگه برسیم که یک چیزی درسته یک چیز غلطه. تحقیقات نشون میده که آقا این گونه که شما فکر میکنی این گونه هم وجود داره در مقابلش. چرا این ارزشش بیشتره این کمتره؟ موقعی که معلوم نیست پس نمیشه. پس لازمه که توجه بکنیم موقعی که در جامعه بحث کامل میشه تازه رأی معنی پیدا میکنه، تازه رأی دادن در داخل مجلس رأی پیدا میکنه. شما حساب کنید یه ده نماینده رو بذارن به شما بگن رأی بدید، زمان بحثم نذاشتن، حالا شما با دقیقات چجوری میتونید رأی بدید؟ شناخت ندارید. رأی رو بر اساس شناخت میدن. پس این غلطه که رأی حق، رأی وسیله است. وسیله، من حق انتخاب دارم به چی؟ تنها حق انتخاب دارم به حاکمیت خود.
اما حق ندارم رأی بدم به غیر حاکمیت. خب دروغ این. خب یعنی من تو دموکراسی آمدم میگم من حاکمم، جمهوری یعنی حاکمیت من جمهوری، بعد میام بخوام یه چیز دیگه رأی بدم. خب دروغه. پس رأی وسیله است برای به اجرا در آوردن حاکمیت خود، و این حاکمیت خود یعنی انحصارا رو برداشتن، تبعیض‌ها رو برداشتن، این که کسی به علتی برتر هست برابر نیست رو برداشتن، و به این علت من میتوانم بگویم که هم تصمیم رو میتوانم خودم بگیرم، هم میتوانم تشخیص بدم، و هم در جامعه بنیادهای مختلف هستن، تخصصهای مختلف هستن که اینا میتونن نظر بدن و در درون نهاد خودشون نقد کنن و توسط نهادهای دیگه نقد کنن. این رابطه درهمی رابطه سالم هست، برای اینکه رابطه دو نوع رابطه در به طور کلی در بین انسان وجود داره، یه رابطه تقابلی، یه رابطه درهمی. رابطه سومی وجود نداره. رابطه درهمی رابطه همدلی هست، آمپاتی هستش، آمپاتی بین انسان‌ها، آمپاتی بین نهادهای تخصصی انسان‌ها، آمپاتی بین نهادهای حتی غیر تخصصی، مثلا مبانیش در آموزش پرورش نهاد پدر مادرها میتونه به وجود بیاد. پدر مادرها که خب من دوست دارم بچه من اینگونه، بنابراین لازمه تصمیمم بتونم بگیرم، و همینطور میتونم نه اینگونه نباشم، بنابراین در تقابلی هستم. تقابل که بشه یا نخبه هست، یکی نخبه هست، یکی هم توده هست، یعنی مردم. شما حساب بکنید در یک جامعه مثل دانمارک که 90 و بیش از 92% مردمش همه متخصصن، چجوری میخواید یه نخبه بذارید؟ شدنی نیست. پس شما میتونید در یه جامعه رو رشد بدید که در آن تا زمانی که همه متخصص نشدن، انسانهایی که رشد کردن فضیلت دارن که در فضیلت خودشون رو به جامعه یاد بدن و با اون فضیلت خودشون تصمیم حقوقی برای جامعه بگیرن. تا جامعه رشد بکنه همه حقوقی بشن یا اکثریت بزرگی حقوقی بشن. پس در مورد قوه مقننه اینطوری، در مورد خانواده هم اینطوری. در خانواده هم پدر تصمیم میگیره، هم مادر تصمیم میگیره، هم جنس خواها در داخل خانه هر دو با هم تصمیم میگیرن، و هم کودک تصمیم میگیره. به میزانی که کودک رشد میکنه میتونه تصمیم بگیره. پس محل شور و محل دوستی ورزیدن و محل رابطه حقوقی از یه خانواده. ازدواج پروژه‌ای هست برای ساختن یک نهادی به اسم خانواده که انسان‌ها با هم هم عقیده بر روی مواضع مشترکی و مواضع متفاوتی و حق دوستی تصمیم مشترک میگیرن، و آنجایی که نتوانن تصمیم مشترک میگیرن رأی نمیگیرن که یکی رئیس باشه تصمیم نهایی رو بگیره، جنبندی نهایی رو بکنه، غلطی. اونجایی که با هم نمیتونن تصمیم بگیرن به متخصصا رجوع میکنن که اینجا ما این مشکل داریم. تصمیم انسان راه حل داره، موقعی که نمیتونه راه حل بگیره یه جایی اون قدرت خودش اونجا قایم کرده، اونو باید پیداش کرد. به محض اینکه متخصص اومدن پیدا کرد، درمان میشه و برای تصمیم هم به اجرا میشه. خیلی ممنون، بفرمایید. خانم میمیس که بیژنده میخواد صحبت کنه یا ادامه بدن؟ نه خانم خانم جهانبین. خانم جهانبین بودن، بفرمایید. مرسی، من تا حدودی جواب سوالمو گرفتم آقای رایی. در واقع در ادامه صحبت شما میخواستم که یه مقداری فضای کوچکتری رو در نظر بگیریم، مثل مدرسه، مثل خونه، حتی مثل محیط کار. و شرایطی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، خب شرایط استاندارد هستش، یعنی دو طرف در واقع اون قابلیت صحبت و گفتگوی دموکراتیکو داشته باشن. اما اگر که اینجوری نباشه، البته میگم توی صحبتتون اشاره کردین، من برای همین دستم هم آوردم پایین، اگر که شرایط اینجوری نباشه، یعنی فضا کاملا غیر استاندارد باشه، حالا میگم به خصوص صحبت من در مورد مدرسه و خونه و محیط کار هستش، سه تا بحثی که به هر حال هممون توی دوران زندگیمون این سه مرحله رو میگذرونیم،
چجوری میتونیم توی یک فضایی که کاملا استانداردش نقض شده، حالا بحث حق، بحث دموکراسی، چجوری میتونیم این گفتگوها رو داشته باشیم؟ اصلا میشه داشته باشیم یا اینکه نتیجهش این میشه که خب کودک یا فرد از خانواده جدا میشه، یا فرض کنید حتی مرتبا محیط کارش رو عوض میکنه، یا حتی دیگه استخدام نمیشه، یا اینکه نه باید بمونه، مبارزه بکنه، تلاش بکنه؟ راه حلی براش وجود داره؟ مرسی. بله، خیلی ممنون. سوال شما مهمه و شناخته شده هم هست در جوامع دموکراتیک و راه‌حل هایی هم تا حالا براش پیدا شده و اون این هستش که در محیط هایی هستش که حالا شما این استاندارد رو دارید، این راه‌حل های حقوقی رو دارید، اما در عمل میبینید که اصلا اجرا نمیشه. اجرا نشدنش چند دلیل داره. من اگر یادتون باشه در یه صحبتی در همین جا در مورد فمینیسم بود، خانم رحیمی تشریف داشتن، گفتم که همه مسئولن. حالا اونو باز میکنم اینجا و اون این هستش که موقعی که یک انسانی عمل نمیکنه، یعنی کارپذیر باقی میمانه، زیر سلطه باقی میمانه، در زیر سلطه باقی با بودن خودش مسئولیت داره. میتوانه زیر سلطه باقی نمانه، میتوانه نپذیر رابطه مسلط زیر سلطه رو. اما مشکلی که در جامعه های زیر استبداد مثل ایران پیش میاد شبیه مشکلی هست مثل جامعه آنتیه. آنتیه یک منطقه هست که مال فرانسه است که اونا سیاه‌پوست هستن، یعنی میبخشید کلمه سیاه‌پوست هم صحیح نیست، افریقای تبار هستن و این افریقای تبارا برده به دنیا آمدن و بنابراین نمیدانند به میزان خیلی زیاد، نه کامل، که اصلا انسان آزاد یعنی چی، برای اینکه نسل اندر نسل برده به دنیا آمدن و در واقع در اونجا یک مرض در واقع خود کمبینی وجود داره، بهش میگن مرض امپوستوخ هستن. یعنی چی؟ یعنی شما بهش میدان هم میدید، براش محیط هم ایجاد میکنید که بیاد مسئله خودشو باز کنه، نمیگه، نمیتونه. شمایید که باید برید طرف او، با او گفتگو کنید. او حتی به فکر این نمیرسه که بیاد مسئله خودشو حل کنه، چون مسئله خودشو طبیعی میبینه. این مشکل کشورهای استبدادی است، یکی از مشکلات کشورهای اقتصادی. پس بنابراین لازمه آن کسی که میدانه، اون کسی که ضعیف هستم به او توجه کنه، حتی اگر خودش نگه من ضعیفم. مثال بزنم، در فرانسه دو تا خواهر بودن در یه خانه از گشنگی مردن، هم بعد از اینکه بو گرفت آپارتمانشون همسایه‌ها رفتن بعد دیدن گشنگی مردن. یعنی اینها اینقدر ضعیف بودن، اینقدر ناتوان بودن در طرح مسئله خودشون که نیومدن به همسایه بگه آیا تکه نون داری، یا بیان بیرون بگه من گشنگی دارم میمیرم، یا بره به مددکار اجتماعی بگه، تو فرانسه همه جای فرانسه مددکار اجتماعی وجود داره. این کارو نکردن، از گشنگی مردن. همسایه ها می توانستن به این توجه کنن، حالا اگه توجه نکردن، نکردن، اگه توجه کردن، حالا توجه کنن که اینا اینجوری هم و ضعفشون به این حد. پس لازمه نه تنها از حق خود دفاع کنیم، از حق ضعیفتر هم دفاع کنیم. اونهایی که میدانن و میفهمن لازم مسئولیت رسیدن به حق ضعیف رو داشته باشه. این چیز شبیه هند مثلا برنامه‌ریزی میشه، کاست‌های مختلف رو که عقبن با برنامه‌ریزی بکشن جلو و این نوبت این کاست میشه، بعد میشه نوبت اون کاست، همینطور دارن. یا مثلا در ایران ما میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم که هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی عقب افتادگی ها جبران بشه و اسمشو بعضی گذاشتن تبعیض مثبت. غلطه این، از نظر حقوقی تبعیض مثبت تبعیض سبیزه، تبعیض مثبت نداریم، بلکه انسانی که عقب افتاده است حق داره از عقب افتادگی بیاد بیرون، حتی اگر این عقب افتادگی ذهنیه، یعنی به اندازه کافی مقاومت نمی کنه تا این روابط قوا حل بشه. پس لازمه انواع اقسام سازمان، بعد از آزاد شدن ایران انواع اقسام سازمان‌های مختلف از جمله سازمان‌های روانکاوانه ایجاد بشه تا انسان‌ها درمان بشن. زنی که کتک می‌خوره از شوهرش
لازمه که مراکزی تعیین بشه که این بتونه بیاد بیرون و درمان بشه، برای که آزار روحی دیده، آزار جسمی دیده و باید بیاد بیرون و لازمه که از این حالت خود قربانی دیدن بیاد بیرون. مثال بزنم و کار دیگه که لازمه بکنیم این است که ما برای مستقل شدن انسانها حتی استقلال از پدر مادرشون امکانات ایجاد بکنیم. دانمارک اینجوریه، یه بعد نوجوان به 18 سال که میرسه، به محضی که به 18 سال رسید حدود 1800، الان نمیدونم دقیقا اون موقعی که خوندم 1800 کرون دانمارکی، کرون اگه یادم باشه واحد پولشون، پول میگیره و بنابراین پدر مادر خودش هم مستقل میگه، پدر مادر بهش نمیگه برو این درس بخون، این کارو بکن، این کارو بکن، دلش میخواد با این پول میتونه یه خونه اجاره بکنه و میتونه مستقل از پدر مادرش، میخواد پیش پدر مادرش هم بمونه بمونه. پس لازمه امکانات مستقل کردن این سارا رو داشته باشیم، امکان این که حد اقل ها رو برای همه ایجاد کنیم داشته باشیم، این دولت رفاه ایجاد کنیم، و امکان این که برای این که این انسان ها از این کمکی که میگیرن تنبل نشن، خونه نمونن، کارهای داوطلبانه موقعی که دارن حقوق میگیرن ایجاد کنیم که سوء استفاده نشه و انواع اصلا کارهای دیگه. پس بنابراین فرمول اینه، اینی که به شما از اول گفتم اون فرموله، برای همه مشکلات انسانی انسان موقعی که حقوقی فکر میکنه راه حل پیدا میکنه. هرگاه راه حل پیدا نکردیم، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، یه جای قدرت خودش قایم کرده، بنابراین اونو باید بشکافیم. چی شده این وسط که یک تعادل از بین رفته و یک کانون ثروت ایجاد شده که جلوی رغبت ثروت ایجاد، جلوش رغبت ثروت ایجاد شده. شما میخواید ثروتمند بشید، نباید دانمارک برید. به سرعت میخواید ثروتمند بشید، دلیل که نمیتونید به سرعت ثروتمند بشید. میخواید ثروتمند بشید، مثلا کشور دیگه مثل لوکزامبورگ میتونید برید، سریع ثروتمند میتونید بشید. میتونید برید دبی، سریع ثروتمند بشید. چرا؟ مالیات بر درآمد نداره. شما هر چی میتونید چیز بکنید، ثروتمند بشید، مالیات بر درآمدی هم نداره. یعنی اصلا نسبت به اروپا یه چیز عجیب غریبیه، همه جا مالیات بر درآمد، اونجا وجود نداره. اونجا چی وجود داره؟ فقط مالیات بر ارزش افزوده وجود داره. هر چی می‌خری برای همه یه قیمته، برای اون کسی که فقیره همون قیمته، برای کسی هم گرون می‌کنی. در همه جای دنیا متاسفانه این سیستم وجود داره و بنابراین هرگاه ما بخوایم راه حل پیدا کنیم حتما راه حل وجود داره. چرا راه حل ها وجود ندارن در دنیای فعلی؟ به این علت که اولا که قبل از جنگ جهانی دوم که اصلا حقوق بشر، قانون حقوق بشری وجود نداشته، فقط انقلاب فرانسه بوده و منشور حقوق بشر فرانسه بوده و یه سری کشورهای دیگه که انقلاب کرده بودن یه سری قواعد حقوقی دموکراتیک داشتن، در سطح دنیا وجود نداشت. زمانی هم که اومدن حقوق در واقع حقوق بشر جهانی رو بنویسن، یه قسمتی از حقوق رو حذف کردن، قسمت معنویش رو حذف کردن، قسمت‌هایی رو. چرا؟ اگر حذف می‌کردن دولت‌های اون موقع دیگه نمی‌تونستن ادامه بدن به کارشون. پس موقعی که ما می‌توانیم الگو بشیم، در همه هیچ کی جلوی ما رو نمی‌تونه بگیره، ما می‌توانیم کشور الگو بشیم. ما در تاریخ خودمون بارها الگو شدیم، ما در کشور خودمون بارها الگوی جهان شدیم. دوران طلایی رو ما ایرانی‌ها ایجاد کردیم، دوران طلایی کشورهای اسلامی رو ما ایجاد کردیم. ما ضعف‌هایی هم داشتیم، همون دین زرتشت خودمون رو آوردیم تزریق کردیم به اسلام. این موسیقیایی که می‌بینین همه همون موسیقیای مذهبی دوران زرتشتی هستش. چرا ما همش غم غم غم؟ به این علت که دین آمد، دین اسلام آمد، گفت این قسمت گریه‌زاریش خوبه، برای اینکه گریه کردن هم قبل هم بود تو ایران. خود گریه کردن شد مقاومت. بنابراین یه چیزایی رو ارزش کردیم که از جاش خارج شد، طبیعی نیست. هوش و استعداد و توانایی انسان در مبنای شادی ساخته میشه، نه غم. ما غمگینیم، ملت غمگینیم. ببینید همین نوع مقاومت هم که ببینید یه جایی که غم خوابیده. پس موقعی که میخواییم راه حل پیدا کنیم، یک لازمه بپذیریم شاد باشیم، رقصیدن، نواختن، زیبایی ها رو نشون دادن. خانمی که میخواد زیبایی خودشو نشون بده، نباید بگیم این چیز موجود نمیدونم چیز، این سخاوت رو داره، این اعتماد رو به دیگران میکنه که خود رو نشون میده. پس لازمه رابطه مرد و زن، رابطه سالم بر میزان امنیت برای همه و احترام برای همه باشه.
و موقعی که این باشه، یه خانمی مثلا میاد حجاب میذاره، معنیش میتونه این باشه، حداقل یکی از معنی‌ها اینطوری باشه که من به مرد اعتماد نمی‌کنم، مرد رو هیز می‌بینم. توجه نمی‌کنه که مرد هیز وجود داره، اون مرد مریض، مرد مریض نیست، مرد مریض مریضه، زن مریض نیست، زن مریض مریضه. رابطه رو به جای که بر اساس توانایی‌ها بذاره، بر اساس سلامت بذاره، اومده بر اساس مریضی گذاشته که مبادا فلان طور بشه. یعنی از پیش قضاوت داره می‌کنه که اینگونه میشه. توجه شما رو جلب می‌کنم، یک قاعده حقوقی این هست که ما پیشگیرانه نمیتونیم عمل بکنیم. هست بر براعته، اگر آمد و یک خلافی انجام گرفت تازه میتونیم روش صحبت کنیم. به این علت که فلان کس فلان کرد، برای مردا رو نمیتونیم بگیم. بدون که فلان که خانم فلان کارو کرد نمیتونم. توجه شما رو به یک نکته دیگه جلب میکنم. زیبایی خودشو نشون میده، زشتی که خودشو نشون نمیده. اگر یه خانم زیباست به خودشو نشون میده، جرم نیست. سخاوت نشون میده، اعتماد میکنه و صحیح میدونه این کارو. پس در این جامعه که این شادی رو داره، راه حل ها رو پیدا میکنه، پیدا میکنه کجا قدرت خودش قائم کرده، مؤسسات رو چیز میکنه و ترمیم میکنه خودش. هر جایی که نفهمید، آنچه را که فهمیده میتونه کامل نفهمیده بشه، اما ترمیم میکنه و روز به روز کامل تر میکنه. بنابراین در اینجا چون دستا بالای نیست، به یک نکته مهم اشاره میکنم. رابطه ما انسان ها لازمه بر مبنای عدالت باشه، رابطه عادلانه با هم داشته باشیم. قواعد این عدالت رو براتون میگم. یکی اینکه موقعی که با هم در گفتگو اینو میگم، حالا این عدالت میتونه جنبه‌های دیگه‌ش هم داره، ولی همین قاعده است. یعنی حتی اگه قاضی دادگاه هم بخواد کنه، همین قواعده. من برای گفتگو در نظر میگیرم، موقعی که با هم گفتگو میکنیم، لازمه که اگه توش خصومتی هست یا رابطه خشنی هست، اون رو با دادن حق به حقدار برطرف کنیم. اگر من اومدم در یه گفتگوی شرکت کردم، یه خانومی دلخور شد که شما آمدی به عنوان مرد آمدی در یه گفتگوی زنانه هم شرکت کردی و میخوای حرف خودت بزنی، لازمه توجه کنم که من با مردانگی این کارو نکنم، گفتگوی مرد و زن داشتی باشم، حق بهش بدم. اگر آمدم میخوام خودمو عقل کل نشون بدم، حرف درست میزنه بپذیرم. و اگر دلخوری پیش اومد، دلخوری رو حداقل خودم وارد رابطه خصمانه نشم. در واقع در گفتگوی بین انسان‌ها حداقل لازم یک طرف حقوقی باقی بمانه، از راه دادن حق به حقدار، از این راه که ما بر اساس قواعدی که وجود دارن عمل می‌کنیم. من درآوردی قاعده من درآوردی درست نمی کنیم، فکر کنیم ما داریم گفتگو می کنیم با هم، این وسط یهو یه قاعده تعیین میشه، ناعادلانه است. قاعده رو اولش گفته میشه، بر اساس اونها گفتگو میشه. لازمه شفاف عمل کنیم. یعنی نمیشه که من با شما گفتگو کنم همه اطلاعات نداشته باشم، شما داشته باشید. نمیشه که من با شما گفتگو کنم، من مبهم گویی کنم، شما شفاف گویی کنی. و لازمه که در گفتگو هرگاه مبهم گویی شد، کلی بافی شد، جلوش گرفته بشه. لازمه بر اساس قاعده لطف با هم عمل کنیم. یعنی کینه توزی، همچشم و همچشمی، حسادت، روح کم کنی، خجلت زده کردن، ارعاب، خشونت فیزیکی، فوش و بد بیرا، عربد کشی، دروغ، متلک‌گویی، تحقیر، تشر زدن، اینا رو حذف کنیم. یعنی گفتگویی که این گونه است، این گفتگو نیست. این در واقع رابطه تخاصمه. پس گفتگو رابطه‌ای بر اساس قاعده زلف است. لازمه از خشونت‌ها و شقاوت‌ها بکاهیم، توضیح دادم قبلا. و بنابراین اگر دلخوری پیش اومده، لازمه اونو حلش کنیم. مشکلی پیش اومده، لازمه که توجه کنیم. بنابراین نذارم که من میفهمم طرف نمیفهمه، او هم شعور داره، من هم شعور دارم، مشکلی وجود داره، مشکل رو سعی کنیم حل کنیم. لازمه که در گفتگوی ما یه زبردستی نیاد هژمونی طلبی کنه و تحمیل کنه. یعنی دو نفر با هم گفتگو کنه، آزاد باقی بمونن. اصل جبران رو لازمه در نظر بگیریم در گفتگو به این صورت که اگر اومدیم یکی اومد یه چیز رو گفت، حالا من نقد کردم، نظر خوش تصحیح کرد، دیگه نگم تو اونو گفته بودی، نظر خوش تصحیح کرد، به این نظر تصحیح کرده توجه کنم و دیگه دوباره سرزنش نرم. در بحث بعدی هم بگو دفعه پیش اینو تو گفته بودی، گفته تصحیح هم کرده، حل. این حق جبرانه. لازمه زورگویی ها این وسط خونسا بشه، هم توسط خود کسایی گفتگو میکنن، هم اداره کننده. و
اگر اصرار به یه حکم ذهنی یکی میکنه لازمه توضیح داده بشه این شما، این نظر شماست، اما این نظر شما حکم نیست که همه اون رو اجرا کنن، لازمه در واقع باز بشه و این تایید بر مسلم بودن رو، نظر رو در واقع جایی که مبرهن محقق شده هست بپذیریم، نه جای دیگه. لازمه که زیانهایی که به شخصیت افراد در گفتگوها وارد میشه جلوش گرفته بشه، یعنی ترور شخصیت میشه گاهی اوقات. دو نفر با هم گفتگو میکنن، یکی میاد میگه تو انسان بدجنسی هستی، تو انسان عوضی هستی، این ترور شخصیته. به جای اینکه رو موضوع گفتگو کنه روی شخصیت صحبت میکنه، لازم این جبران بشه از طریق خودش، از که خودش دفاع میکنه اینطور نیست، به این علت اینطور نیست. ابتدا لازمه بگذاریم دو نفر که با هم گفتگو میکنن خودشون مشکل خودشون رو حل کنن، اعتماد کنیم به تواناییشون و اگر دیدیم نه درگیری میشه، مدیر جلسه یا کسی که داره اداره میکنه وارد بشه و جلوی این ترور شخصیت رو بگیره. حداقل بگه خانم شما در اینجا، آقا شما در اینجا، شما چند نفر در اینجا این مشکل رو، این ترور شخصیت ایجاد کردید و به این علت، به این علت غلطه. و بنابراین موقعی که در گفتگو میخواییم یه حقی رو روش صحبت کنیم، این لازمه که به قیمت تباه کردن حق دیگه ای نباشه. بگویم من در اینجا در این مورد محق بودم، اما به این علت که محق هستم شما در اون زمینه اصلا هرچی هم گفتی غلط، نه. اون هم میتونه حقی گفته باشه، یعنی دو طرف میتونن، یکی حق گفته باشه، یکی حق نگفته باشه. دو طرف میتونن بعضی از حقا رو این یکی گفته باشه، بعضی از حقا رو اون گفته باشه. این حقها هم دیگر رو تعیین میکنن، یعنی باید سره از ناسره شناخته بشه و حقها گفته بشن و پیدا بشن از دو طرف. مصلحت رو لازمه در گفتگو جایگزین حق، معیار حق نکنید. این کار دست ما داده. شما نگاه کنید مجمع تشریط مصلحت، همه تصمیماتی گرفته در تناقض با حقوقه. پس مصلحت نمیتونه جای حقوق بگیره. حقوق شالوده ایست غیر قابل پایمال کردن. و بنابراین لازم است که اصل رو بر براءت بذاریم، هم گویی گفتیم. یعنی من با سوء ظن نمیتونم برخورد کنم. در دموکراسی، گفتگوی دموکراتیک داریم میکنیم، به این اصل اشاره کنیم. در دموکراسی بنا بر براءت هست مگر عکسش اثبات بشه. در استبداد بنا بر محکوم بودن هست مگر عکسش اثبات بشه. و تازه در این محکومیت هم که میکنه دمدمی مزاجه. شما یه میاد توضیح میدید، سند میارید، قبول هم نمیکنه تازه. پس لازمه که در گفتگو با هم اصل رو بر براءت بذاریم مگر عکسش اثبات بشه. طرف ادعا میکنه که در گفتگو با شما من قبل از انقلاب فعالیت حقوقی داشتم. لازمه بهش بگه آقا شما قبل از انقلاب استالینیست بودی، چجوری برای چیز حقوقی داشتی؟ اثبات که بشه میشه پذیرو، نه اصل بر براءت، برای که میتونه اثبات بکنه که من با وجود بر این که مثلا در این حزب بودم استالینیست نبودم، مارکسیست بودم، استالینیست نبودم، در این فعالیت هم اصلا شرکت داشتم. بس بنابراین یکی از اصول دموکراسی هست این اصل رو بر براءت گذاشتن. اصل رو موقعی بر براءت میگذاریم، بر این میگذاریم کسی که متهم میکنه و کسی که قربانی هست هر دو گفته هاشون میتوانه صحیح باشه. نه اینکه چون قربانی هست حرفش صحیح است، اونی که قربانی نیست حرفش صحیح نیست، نه. تا زمانی که بررسی نشده حرف هر دوشون اصل بر براءت گفته هر دوشون هست. یه خانمی میاد میگه این آقا به من تجاوز کرده، آقا میگه نکردم، هر دو اصل بر براءتشون مگر در دادگاه مشخص بشه، اون موقع بعد میتونیم محکوم کنیم. پس بنابراین لازمه که در گفتگو، گفتگو کننده ها همیشه مختار باقی بمانند، آزاد باقی بمانند. یعنی ما یه جونی هژمونی طلبیایی نکنیم، یه جوی درست نکنیم که طرف خجالت بکشه نظر خودش بگه و اکراه و اجبار در کار نیاریم. از خصوصیات دموکراسی این هست که انسان ها آزادانه عمل میکنن، هیچ اجباری در کار نیست. موقعی که میگم اجبار در کار نیست یعنی چی؟ یعنی هم در پذیرفتن، هم در باقی ماندن و هم بیرون رفتن آزاد باشن. مرامی رو میپذیره، میتونه به میل خودش بپذیره، میاد در مرام، دیگه نمیخواد بمانه، میتونه بره بیرون،
و هیچ اکراهی در هیچ کدوم از این مراحل نیست و لازمه اصرار نورزیدن بر آنچه قطعی و مسلم مسجل و سنددار نیست. نباید اصرار ورزید. دو نفر. اما نکته دیگه، اگر میبینید در یک گفتگویی یکی بر روی نظر خودش از جنبه‌های مختلف اصرار داره میکنه، ممکنه کار غلط نمیکنه. تعصب در عقیده حقوقی بد نیست، تعصب در عقیده خود به خود بد نیست، بلکه سماجت بر روی مسائل مبهم و مفاهیمی که جهان شمول نیست غلطه. پس توجه داشته باشیم که در این زمینه حالا شفافیت داده ها در گفتگوها مهمه. یعنی موقع که دو نفر صحبت میکنه، یه طرف مبهم صحبت میکنه، کلی بافی میکنه. مثلا من دارم باش صحبت میکنم روی موضوع، من نمیدونم فلان تحصیل رو کردم و اینا، من میفهمم این کلی بافیه. شما اون تحصیل رو کردی، علم رو با علم جواب میدن. این معرفتی رو که پیش کشیدم با معرفت خودت جواب بده. و بنابراین لازمه که در این شفاف بودن الغای سانسورها رو در نظر بگیریم. به دلیل از درالی یکی طرف بخواد یه چیزی رو سانسور بکنه و بعد گفتگو بکنیم صحیح نیست. بنابراین لازمه توجه بکنیم که گفتگو یعنی جریان آزاد اطلاعات و اندیشه ها و آنالیز ها، تجزیه تحلیل ها. و این آزادی رو، این آزادی جریان اطلاعات و اندیشه ها و تجزیه تحلیل ها رو ممکنه در گفتگو یک طرف داره قطع میکنه. یعنی شما باش دارید صحبت میکنید، به جای اینکه به صحبت شما صحبت بکنه، بحثای موازی خودش میکنه، کارهایی رو میکنه که ربطی به این بازی نداره. شما میخواد باش گفتگو کنید، او تکگویی خودش رو به طور موازی داره میکنه. لازمه که همواره در گفتگو تدبیر تقدم بر تقدیر داشته باشه، بر دکسه‌ها داشته باشه، یعنی فکرهای جمعی اجتماعی داشته باشه، همرنگی با جماعت داشته، تقدم بر همرنگی با جماعت داشته، تقدم بر شریک گوجویی ها داشته باشه. یعنی تصمیمی که ما میگیریم صحیح نیست که یه دی حاضر نیستن اینو تایید کنن، به علت اینکه رفقای خودش شریک گرفته، شما رو جزو شریکای خودش نمیبینه، به جای دوستی و تایید صحبت ها تو شریک بازی خودشه. عین این کمیونیتاریسم همینه دیگه، قبیله گرایی همینه دیگه. یعنی شما وایسادی با یه دیدار صحبت میکنه، فکر میکنه یک انسان مستقل، فردیت داره، اندیویدوالیسم داره، یعنی یکی از خصوصیات در واقع دموکراسی همین فردیت، اندیویدوالیسمه. حالا جنبه مثبتشو میگم، نه اینکه به عنوان یه نهادی که زمان رو محدود میکنه به خودش، اون خودش هم نقد داره، اما منیت یکی از خواسته هاست. برای که قبل از دموکراسی انسان ها ما بودن، من، معنی من خیلی ضعیف بود، انسان ها الان من شدن. منیت ها لازمه که مورد تایید هر جایی حق دارن بشه، نه که به جای دوستی شبکه شراکت درست کنیم که در درست غلطش شریک باشیم. پس و لازم هست که تبعیض ها ممنوع بشه. هرگاه در گفتگوی تبعیضی رو کسی قبول داره، لازمه گفته بشه شما این تبعیض رو قبول داری، معتقد هستی که من هستم که تصمیم بگیرم و شما نباید تصمیم بگیری. و لازمه که آینده رو همیشه در گفتگوی خودمون لحاظ کنیم. یعنی زمان پیوسته است و بنابراین در گفتگو لازمه توجه کنیم که تصمیمی که داریم میگیریم، این گفتگوی من آیندم داره، این گفتگو بازه. حالا من اگه نتیجه در اینجا گرفتم، من مثلا نتیجه من بهتر در اومد، در آینده این گفتگو میتونه ادامه داشته باشه و نتیجه شما درست در بیاد. پس گفتگو رو همیشه باز نگه داریم. خیلی ممنون. این معیارهای عدالت بود که میتونیم در گفتگو در نظر بگیریم. آقای منیری بفرمایید. مرسی. من امکانش هست همین ماجرای اندیویدوالیست رو بیشتر برامون باز کنید. این که فرمودید حالا در جوامع گذشته بیشتر ما بوده، الان دیگه من، اون فردگرایی داره خودش رو بیشتر نشون میده. این یه نکته، این گرفته وسط صحبتتون بود. یه بحث دیگه، یه جمله دیگه هم گفتید، شما گفتید اسب بر براعت، بعد پشت سرش فرمودید اسب بر محکومیت. من تفاوت این دوتا رو نفهمیدم، نمیدونم، حالا من فکر کنم درست متوجه نشدم که بعد گفتید به هر حال جامعه دموکراتیک در مقابل محکومیت دمدمی مزاجه.
و من و دقیقا یه مثال خیلی خوبی هم زدید در مورد حالا اون شخصی که تجاوز میکنه و اون زنی که مثلا میاد میگه تجاوز کرده و اون مرد میگه نه نکردم و یک گفتمان دموکراتیک چه جوری با اینا برخورد میکنه. مرسی. آره نه من اینطوری که شما گفتین یا بد توضیح دادم یا اینکه شما ذهنتون به طور چی میگن ارتباطی باقی نمانده بریده مطلبش رو چنیده نمیدونم الان توضیح میدم. گفتم در دموکراسی اصل بر براءت مگر عکسش اثبات بشه، در استبداد اصل بر محکومیت مگر عکسش اثبات بشه. پس بنابراین در دموکراسی اصل بر براءت، در استبداد اصل بر براءت نیست، دست اصل بر محکومیت مگر شما یعنی به عنوان شما رو محکوم میکنه چی میگه و تازه مبهمم که شما رو محکوم هم که میکنه بر اساس چیزهایی که اصلا قاعده قضایی نیست، میگه برهم زننده نظم عمومی، همچه قاعده ما در قواعد حقوقی نداریم که نظم عمومی چیه، یا نمیدونم محارب نمیدونم با خدا، خدا به تو چه ربط داره، محارب با خدا چیه، خود خدای تو قرآن میگه که به من واگذار کنید و شما میگه به جای خدا میخوای قضاوت کنی. میخوام این به شما بگم که پس لازمه توجه بکنیم که موقعی که ما داریم صحبت میکنیم بر سوء زن گفتگوی خودمونو بنا نکنیم. میتونه یک خانمی درست بگه در مورد متجاوز، میتونم غلط بگه. مثال بزنم، در فرانسه یه آقایی بود شهردار یه شهر بزرگ فرانسه به اسم تولوز بود، یه دی اومدن به این تهمت چیز زدن، تهمت این که این با خانم‌های روسپی رابطه داره و اینا. حالا کی این را تهمت رو زده بهش؟ یک قرمساق، فارسی قرمساق میگیم دیگه، پروکسینت، کسی که در واقع باند روسپیگری ایجاد میکنه و به پا هستش در واقع. این تهمت رو زده. دادگاه به این اجه رسید که بررسی کردن این آقایی که رئیس دادگاه بود رو محکوم کردن و زندانی هم بریدن براش. بعد دادگاه تجدید نظر رو اینا بررسی کردن، کار شد معلوم شد این آقا درست گفته. پس بنابراین و توجه داشته باشیم یکی از قواعد عدالت در گفتگو و همینطور در دادگاه قطعیت علم هست. علم قطعی باید پیدا کنیم و الا اگر علم قطعی پیدا نکنیم نمیتونیم محکوم کنیم. در گفتگو دو نفر با هم صحبت میکنن، یک طرف میتونه نصایحی به عنوان حکم مطرح بکنه و بگه این درسته، راه هم اینه، و تا زمانی که نمیتونه اثبات کنه که اینا جهان شمولن نظر خودشه. و لازمه توجه کنیم که اصل برای اینکه قطعی باشه باید مسجل بشه، مدرک بیاره، پیوستگی امور واقع رو نشون بده، شواهد رو نشون بده و تجربیات گذشته رو مطرح کنه، نظریات علمی رو بهش توجه کنه. یعنی ما موقع داریم از حقوق صحبت میکنیم توجه داشته باشیم، موقعی که میگیم حقوقی هستیم یعنی به علم هم توجه میکنیم، به نظریه علمی هم توجه میکنیم. یعنی چی؟ علم میاد بررسی میکنه، تحقیق میکنه و بعد با فلسفه علمی نظریه درست میکنه. یعنی بدون تفکر فلسفی نمیشه نظریه درست که فرد میشه تحقیق کرد، میاد نظریه درست میگه من اینجوری فهمیدم، این گونه است، این نظریه نقد میشه و اینا بلا. یعنی اول فرضیه است، بررسی میشه و جایی که روش توافق علمی میشه نظریه. این نظریه رو لازمه که اجراش کنیم. مثال بزنم، قاعده علمی در علوم سیاست هست که استبداد غیر وابسته نمیشه، استبداد حتما وابسته است. چرا؟ به این دلیل که قدرت به صورت شبکی در سطح دنیا عمل میکنه. مثال بزنم باز در همین رابطه، به رضاش مدرس آمد، به رضاشا گفت آقا حالا تو که نوکر انگلیس هستی، اما حالا که نمیاد بگه هر تو تصمیم تو بگیری جلوت بگیره، تو حالا بیا بگو این تصمیم رو بگیر و بعد اگر مخالفت کرد بگو من نفهمیدم نمیدونستم. رضا شاه بهش جواب داد که اگر این کاری که تو میگی من بکنم، من نوکرم تو اتاقم امشب منو میکشه. بنابراین میدونه که نوکره و پایده میشه. در مورد محمد رضا شاه پهلوی بهتون بگم، فردوست از زمانی که در محمد رضا پهلوی در سوئیس درس میخوانده هم کلاسی او بوده. بعد امپراتوری انگلیس که داشته میافتاده، دستگاه اطلاعاتی بزرگ جهانی خودش رو به امریکا میفروشه با یک شرط،
که در تمام این دستگاه‌های اطلاعاتی در کشورهای وابسته یک دفتر ویژه وجود داشته باشه، از جمله در ایران. این دفتر ویژه انگلیس رو رهبرش رئیسش کی بود؟ آقای فردوس بوده که رفیق دوران شاه بوده. این دفتر ویژه چه کار می‌کرده؟ تمام در زمان شاه تلفن‌های قرمز وجود داشته، غیر از تلفن شبکه سراتری، تلفن قرمز فقط بین مقام‌های مهم بود و مقام و تماس‌های خارجی با مقام‌های خارجی بوده. همه اینا زیر شنود فردوس بوده. یعنی از روز اولی که محمد رضا شاه آمد تا روز آخری که رفت، فردوس میپاید، پادشاه ایرانی میپاید. در واقع پادشاه پادشاه فردوس بوده. نوکر کی بوده؟ انگلیس بوده. بعد حالا دادگاه که براش تشکیل دادن، آره کشتن یا نکشتن من نمیدونم، ظاهرا مرد خودش تو ایران. اما میخوام به شما اینو بگم که توجه شما رو به این نکته جلب میخوام بکنم که شبکه جهانی است و در این شبکه جهانی نمیتوانه وابسته نباشه. این نظریه علمی است، نمیشه این رو ردش کرد، بگه که این رژیم ولایت فقیه چون با امریکا داره میجنگه مستقله. یه جوری پاسخش این هستش که مستبد جلو فوش میده و فوش میسونه، پشت سر مذاکره میکنه. برای چی؟ برای نگه داشتن خودش بر روی قدرت. همین علی خامنه‌ای برای امریکا پیام فرستاده از طریق اسرائیل که شما اگر ما رو تایید بکنید در روی حکومت، ما حاضریم روح الله خمینی رو هم بکشیم. یعنی شاگردی که خودش این عمل وفادار نشون میده این پیام فرستاده. رفسنجانی علی خامنه‌ای با هم این پیام فرستادن. بنابراین بحث این که اینا مستقل عمل بکنن نیست، بحث بر سر اینه که نوکر از ارباب خودش بدش میاد و بعد میخواد از زیر نوکری بعضی وقت طغیان میکنه، میخواد در بیاد، اربابم کنارش میذاره. در مدل رضا شاه این کاری کردن. رضا شاه موقعی که آمد، حالا به هر دلیلی با کودتا آمد سر کار، و بعدش هم که پادشاه هم که میدونید که در مجلس مؤسسانی و افسن بازیان هم که مجلس پنجم رو با زور و ارعاب رأی دادن، دست که کار اون مجلس اصلا نبود که پادشاه بشه. حالا پادشاه شده، روشنفکرای اومدن با اون همکاری کردن، تمام روشنفکران رو خودش کشت. تا 1000 شما نگاه کنی، تمام آبادی دوران رضا شاه از 2000 از 1299 بوده تا 2013 تا 1313 1313 همه اونا که بهش کاری که همون رو کشت. به جای رسید که آنچنان ارعابی ایجاد کرد که جرأت گزارش درست بهش نمیدادن. یه دی آلمانی در ایران کار میکردن، کارهایی. حالا انگلیس ها پیام دادن، ما در جنگ جهانی دوم 1320 ما تحمل نمی کنیم این آلمان ها در ایران هستن، اینا رو بندازید بیرون و الا وارد عمل خواهیم شد. این پیام به رضا شاه ندادن، ترسیدن این پیام بدن، پیام که از انگلیس اومده بود. و بنابراین انگلیس ها حمله کردن. موقعی که حمله کردن رضا شاه نمیدونه برای چی حمله کردن، بهش بد گفتن. تو همونجا چک میزن تو گوشه یکی از این افسرها. میخوام به شما بگم که ببینید با چه سیستمی طرفیم و علم اینها رو به صورت نظریه در آورده. ما که با هم گفتگو میکنیم، علاوه بر اینکه به حقوق ترجمه میکنیم، لازمه گفتگوی ما بر اساس گفتگوی یک عالم باشه، با یک عالم، عالمی که حقوق، عالم به حقوق، عالم به مسائل اجتماعی هست. حالا اگر دو طرف یکی علمش کمتره یکی بیشتره، فضیلت به خرج میدن در تکمیل هم دیگه. یه جایی من درست میفهمم، شما ممکنه نمیدانید، یه جایی شما میفهمید، من نمیدانم. مثلا همینجا خانم جهانبین نقد کرد که حالا اینکه شما میگه جایگزین هم میکنی، برای که ایشون میدانست که لازمه جهانبین. بنابراین در این علم حالا من میتونستم جواب بدم یا نمیتونستم جواب. بنابراین گفتگو بر اساس موقع عادلانه بشه، تمام این خصیصهایی که به شما گفتم، 17 تا 17 گانر که به شما گفتم توش وجود داره، خصیصه دیگه هم وجود داره که حالا به طور میتونیم بگیم به طور غیر مستقیم تر به گفتگو ربط داره، اما همه 17 تا به گفتگو ربط داره. پس به این نکته میخوام اشاره شما رو علاوه بر این گفته هایی که داشتیم جلب بکنم که ما از ضعف به طرف کمال میریم به تدریج و میتوانیم بریم. نگران آینده خودمون نباشیم. اونهایی که ترس ایجاد میکنن
که این رژیم میفته آینده نامعلومه، پاسخش اینه که آینده رو دموکراسی تضمین میکنه. اگر ما بتوانیم دموکراسی رو نگه داریم، خود دموکراسی بدیل این رژیم هستش. آقای عزت‌الله صاحبی که آمد گفت این رژیم بیفته ایران افغانستان میشه، بهش اینجوری پاسخ داده شد که دموکراسی مردم خود میان و مردم خود تضمین کننده هستن. پس نگران نباشیم، اما نگران باشیم که دموکراسی رو، خانم جهانبین گفتن تعریف‌های مختلف وجود داره، تعریف‌های غلط و ناقص وجود نداشته باشه. نگران باشیم که حقوق رو پیش پس و پیش نکنیم، که یه جایی باشه یه جا مطالبه محور نباشیم در مورد حقوق. نگران نباشیم که مبادا به جای اینکه همه نیازها رو بخوایم، بعضی نیازها رو بخوایم. به محض اینکه شما بعضی نیازها رو خواستین، یعنی که ضعیفم، یعنی که من در مقابل اصل نمیتونم اصل بذارم، یعنی که من توجه نمی کنم که دموکراسی که این ارزش ها رو داره، استبداد هم ارزش های خودشو داره، ضد ارزش های خودشو داره و لازمه به او، به اون مستبد، به اون در مقام تصمیم، در مرحله تصمیم احترام بذارم، نظراشو شناسایی کنم. نه اینکه بگم احمق، نمیفهمه، بیشعوره، نمیدونم، بیسواده، اینا نه. میگه شما میگید من رو ضعیف نگه داشتی، نمیذاره حاکمیت من رو غصب کردی. او میگه من نماینده خدا هستم. او میگه من آمدم و به من ظلم دارید میکنید، به این دلیل که من نماینده خدا هستم، شما علیه من شورش میکنید. پاسخ داده میشه خدا در همون قرآن خودت گفته خلیفت الله هستیم ما انسان هممون، تو چطور میگی من خلیفت الله نیستم؟ مگه همچی چیزی به تو گفته؟ بعد مجبوره چیکار کنه تو این گفتگویی که باش داریم، گفتگوی محترمانه که داره، این اصلشو مجبور چی بگه؟ نه، منظور اون خلیفت الله این است که یک موجود دیگه در زمین وجود داره که نابود شده، از بین رفته، اون بود، حالا اون رفته، انسان جایگزین اون موجودی که از بین رفته شده، هفروت. میبینید بعد اینجا میتونید حالا این بحث ادامه پیدا کرده، همین که به شما گفتم. میبینید بعد یه جای مجبوره چیکار کنه؟ سانسور کنه، مجبوره نظرات شما رو نگه، تو بلنگوها پخش نکنه. و بنابراین توجه داشته باشید به یک اصل مهمی که الان میخوام بگم، و اون این هستش که شما موقعی که حقوقی عمل میکنید، همون چیزی که دارید ارزش و زیبایی ارزش و اونو نشان میدید، قدرت نداره. چه کار میکنه؟ زرق و برق جاش میذاره، چیزای گنده براتون درست میکنه، چیزای عجیب غریب براتون درست میکنه، میخواد خیرتون بکنه، چون نداره زیبایی و زیبایشی پنهان میکنه. اما شما زیبایی دارید، شما زندگیتون اصلا زیباست، شما اعتمادی که با هم میکنی زیباست، دوستی که با هم دارید زیباست، ما گفتگویی که با هم میکنیم الان زیباست. اون نمیتونین گفتگو رو بکنه، مجبور بیاد تخریب کنه، مجبور ترور شخصیت بکنه، مجبور بیاد اصلی رو که حقوقی نیست جاش بذاره، مثل مصلحت. میتونه بیاد بگه که این نظری که شما میگی نظری هستش که شناخته شده است و نتیجه‌ام نداد و دنیا رو نگاه بکن و من که میگید میکشن تمام دنیا میکشن و خیلی طبیعی است. و پاسخ پیش داد میگه مگه تو میگی نمیگه من مسلمونم؟ در قرآن خودت هست که کشتن یک نفر برابر با کشتن بشریت، تو چجوری میگه جای دیگه میکشن منم بکشم؟ میگه بنابراین تمام اصلاشو لازمه پاسخ داده بشه، هر اصل با هر اصل، و لازمه که همه جانبه گفتگو بشه، همه جانبه دیده بشه و به تمام سلامت عقل که چند تاش امروز گفتم دیگه، چون به آخر جلسه رسیدیم، شاید دیگه نخواهید ادامه بدم، چون بخوام ادامه بدم یه ساعت دیگه جلو باز هستیم با هم دیگه. و بنابراین به این نکته توجه میکنیم که اعتماد کنیم به خودمون، ما توانا هستیم، شعار نیستیم، به همین علتایی که به شما گفتم توانا هستیم، ما میتوانیم روز به روز پیشرفت کنیم. منظور ما چیه بخوایم پیشرفت کنیم؟ منظور ما پیشرفت شرکت نیست، مثل این چیزی که در لیبرالیسم خصوصی هست، ما میخوایم انسان پیشرفت کنه. اما در مورد منیت که گفتیم یه توضیح میدم آخر این جلسه، دموکراسی در واقع رنسانس در اروپا از داخل کلیسا شروع شد. کسانی مثل دکن آمدن شک کردن به این گفته های خشونتباری که به اسم عیسای مسیر عشق میکنن، آمدن ترجمه خواست، آمدن ببینن، کتابی وجود نداشته، از عربی برداشتن، وجود داشت انجیل به عربی، اونو ترجمه کردن به لاتین تا بفهمن چی میگن اینا. بعد اومدن کردن دیدن که
دروغ فراوان وجود داره، مثل همین کاری که اینا دروغای که اینا میگن اونم. بعد اون یواش یواش آمد در دوران روشنایی 1760 تا 1900، دوران روشنایی حدودا پیش آمد و در این سیری که از دوران رنسانس داشتیم اومانیسم مطرح شد. اومانیسم بر این مبنا بنا شد، بر مبنای این حرف بنا شد که یک انسان درون یک انسان یک جهان خودش، درون انسان به بزرگی تمام جهان هستش و بر اساس این انسان به عنوان یک موجود ارزش شد. و اینکه قبلا من در ما شناخته میشد کنار گذاشته شد یا ارزش خودش رو از دست داد. منظورم مثال بزنم، همین الان دین ها پشت سر هم اومدن و اگر این دین ها همدیگر رو تایید نکنن دروغه، یعنی دین های توحیدی رو میگم تایید نکنن دروغه، همه میاد همون حرف قبلی رو میزنن، انحراف هایی که به دوشار اونا رو توضیح میدن و الان حرف همیشه همون حرفی که جهان شمول خدا انسان ها رو جهان شمول آفریده، انسان ها رو با محتوا آفریده، همین حرفی که به شما زدم. این من خود من دیستم، یعنی که من به این ارزش ها قائلم، به آداب رسوم دینی اهمیت نمیدم. حالا اگر آداب رسوم دینی هست اون فردی میدونم، کاری به جمع ندارم. مثلا در اسلام نمیدونم نماز جماعت، این بازی ها رو قبول ندارم مثلا. بنابراین در اینجا اومانیسم مطرح شد، ارزش انسان مطرح شد، در این دین ها که پشت سر هم اومدن تکمیلم شدن در جایی. مثال جرم در دین مسیحی، در دین یهودی و در دین مسیحی به صورت شفاف گفته نشده که فردیست. مثلا یک نفر از یه قبیله یه حکم میکرد که قبیله رو آتیش میزدن در قدیمتر، یا در یه جایی که مثلا یه کاری میکرده، یه کسی یک خطایی میکرده یه جمعی رو تنبیه میکردن، به طور شفاف گفته شده. در اسلام اومده به صورت گفته هر کسی جرم خودش رو قصاص کنید. قصاص هم به معنی اعدام کردن که اینا میگن نیست، به معنی پروسه قضایی هست، فرایند قضایی هست، بررسی قضایی هست. و در همین قرآن خودشون آیه 42 سوره شورا هست که جرم و تنبیه از جنس هم هستن. به این علتی که من به شما میگم این قاعده جهان شموله، چون این رو لازمه که بررسی کنیم ببینیم جهان شمول هست. موقعی که بررسی میکنیم میتوانیم به نتیجه برسیم که موقعی که شما تنبیه میکنید نه تنها فایده نداره، بلکه تازه مضاعف هم میکنید. اون طرف میره تو زندان، میاد بیرون، اون جرمی که داشته چند تا جرم دیگه هم یاد میگیره و تازه افتخار میکنه به اون که زندان رفت. این زندان رفتن براش میشه یه دونه افتخار تو همون شبکه‌ای که داره. بنابراین در این پیشرفتی که ما داریم از طریق در طول تاریخ تا به حال تا قبل از این اومانیسم، پیشرفت یا از طریق دینی بوده، فرهنگ یا از طریق دین ساخته شده یا از طریق اشراف ساخته شده. و کسایی هم که می ساختن، حالا اکثرشون جیره می گرفتن، پول می گرفتن از دربار و اشراف و اینا. استثناء وجود داره، مثلا شیخ عطار ما مستقل باقی مونده، پول نگرفته از کسی. فردوسی ما مستقل باقی مونده، اما می بینیم که مثلا شعر هم که می گفتن پول می گرفتن از دربار. و بنابراین در طول تاریخ اینجا همون زمانی که اومانیسم اومد انسان گیری الان فرهنگ می سازه. این منیت ارزش شده به علت همین توضیح که دادم، به علت اینکه درون انسان دنیایی است به بزرگی جهان بیرون. و در اینجا اشکالای همین منیت داره، این اندیویدوالیسم داره، و اون این هستش که ما زمان و از جمله نهادهایی که داره زمان و مکان رو کوتاهش کردیم، زمان و مکان بی‌نهایت رو، زمان بی‌نهایت و مکان، حالا خارج کره زمین بگیم بی‌نهایت رو محدودش کردیم در احتیاجات این فردیت و کره زمین رو نابود کردیم. الان در صورتی که اگر زمان رو پیوسته می‌دانستیم، حساب می‌کردیم، مثل دستمال کاغذی یه بار مصرف با کره زمین برخورد نمی‌کردیم. هر چی رو که از زمین برمی‌داشتیم برمی‌گردوندیم بهش، به نسل‌های آینده فکر می‌کردیم. در همین عدالت گفتم موقعی که صحبتام می‌کنیم لازمه به آینده توجه کنیم، که ممکنه من الان دارم میگم طرف بیاد در آینده عنصر در عدالت هم همینطوره. موقعی که با هم با کره زمین برخورد عادلانه باید برخورد کنیم، با طبیعت باید عادلانه برخورد کنیم، با انسان‌های دیگه باید عادلانه برخورد کنیم، با
حیوانات باید عادلانه برخورد کنیم، با گیاهان باید عادلانه برخورد کنیم. و این مجموعه نشان میده که ما پیشرفت انسان رو موقعی که بنا قرار میدیم مشکلات حل میشه، اما پیشرفت شرکت رو، مؤسسه رو که موقعی قرار میدیم، اندیویدوالیست مصرف انسان رو قرار میدیم بدون توجه به آینده، دچار تخریب میشیم. پس صحبت خانم جهان بین در مورد این که تعریف های مختلف دموکراسی هست در مورد همه چیز هست و به طور کلی همیشه به یک نکته با توجه داشته باشیم: هم مذهب داریم هم غیر مذهب، هم هنر داریم هم غیر دین، هم اقتصاد داریم هم غیر ضد اقتصاد. اقتصاد سالم حقوقی اقتصاد تولیدی است بر میزان به اندازه سنجی ها، نه بر اساس ندرت ها که لیبرالیسم سنجیده. اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن می توان اعتبار ایجاد کرد و این اعتبارها خودش رشد اقتصادی ایجاد میکنه، به نفع انسان هست. و بنابراین نمی ترسم از اینکه مبادا این اعتباری که دارم ایجاد میکنم بر نگرده. مطالعه کردیم، دانشگاه رو در ارتباط با صنعت قرار دادم و پروژه ها همه اکادمیک هستن و موقعی که عمل میکنم میدونم که نتیجه میده، میدونم بررسی میکنم میتونم نتیجه میده و میدونم که اینها در گردش با هم قرار میگیرن و بنابراین رشد میکنه و میدونم جاهای مناسب پیدا میشه. نمیام زباهن و اصفهان دور از آب بسازم، اصفهان چون میدونید موقعی که میخواستم بزنم دو پروژه بود، یکی در چابهار بسازم بغل آب، یکی در اصفهان بسازم. حالا به علت اهمیت اصفهان و به علتی که اونجا رشد چیز داشتیم، مالکیت داشتیم، اونجا بردن. بنابراین میخوام به شما بگم که اندازه سنجی ها توی همه زمینه هاست و این اعتماد ایجاد میکنه، مگر اینکه بگیم نه ما میگیم ولی یه عده میان سرکوب میکنن. جلوی سرکوب لازم رو بگیریم همه با هم و لازم است توجه بکنیم به 22 اصل خشونت زدایی. لازمه یه بار با هم خشونت زدایی کنیم. چی این خشونت زدایی؟ خشونت زدایی میگیم چه فرقی داره با خشونت و با خشونت جواب دادن؟ روش صحبت کنیم. بنابراین دموکراسی بنا شده بر توانایی، بنا شده بر خشونت زدایی، بنا شده بر حضور همه همواره در میدان و بنا شده بر اینکه آنچه را داریم لازم همواره مواظبت کنیم و مأموریت ما تمام نشدنی هست. می توانیم حتی مواظبت بکنیم، بعد از مدتی دست از مواظبت برداریم و دوباره سقوط بکنیم، مثل پاندول ساعت بریم بالا. تو ایران نگاه کنیم همواره مثل پاندول هی رفته بالا، آمده قدرت اول جهان بوده، توجه کم شده، آمده. جمشید ما رو نگاه کنید، ما صحبت داشتیم میکردیم از دیروز رو همین که آیا میشه اصلا جامعه های این ایدئالی که میگیم ساخت، در ایران خودمون ساخته شده. در فردوسی بخوانید جمشید، در اونجا نه غمی بوده، آبادانی بوده، فراوانی نعمت بوده و اینا. همون حکومت جمشید دچار روابط قوا میشه و تکبر به جمشید دست میده. کار به جای میرسه که ایرانی‌ها به یک انیرانی مثل ضحاک پناه میبرن و چه کار میکنن؟ او رو میارن حاکم میکنن که خون جوانا رو میمکید مرتب. شما توجه کنید به داستان زال خودمون. زال خودمون و پدرش سام میندازه تو جنگل، حیوانها او رو بزرگ میکنن. توجه نگاه کنید، شاهنامه نه تنها به حقوق انسان توجه میکنه، به حقوق طبیعت و حیوان توجه کرده، بزرگش میکنن و او میاد در جامعه انسانی رستمی رو بار میاره که رابطه حقوقی برقرار میکنه. رابطه یعنی آدم جنگجویی نبوده ولی در مقام دفاع میکرده. به دشمن خودش اسفندیار چی میگه؟ به دیدار روشن کنی جان من، به دیدار روشن کنی جان من. چرا میخواد با من بگه؟ او میگه من مامورم معذور. و بنابراین میخوام بگم شدنیه، به شرطی که حضور داشته باشیم، به توانایی خودمون اعتقاد داشته باشیم، به زیبایی خودمون باور داشته باشیم و اینکه توانستیم قبلا. احتیاجی نیستش که ملت‌های دیگر رو، ما توانستیم، خود ما توانستیم و میتوانیم بازم. تمام پیشرفت‌های ایران، بزرگ شدن ایران در زمانی بوده که استبداد رو با جنبش عمومی برداشتیم و زمانی که استبداد بوده حتی از مملکت خودمون هم خوب دفاع نکردیم، بلکه اعتمادی نداشتیم به کسی. در همین مملکت ما با یک چند تا لشکر مشخص تسلیم شدیم و بعد کشور اول دنیا هم شدیم. زمانی که بوده سلطان محمد
درمان سلطان محمد سه تا لشکر بوده در اطراف اصفهان، هر کدوم 10,000 نفر. اینا وایسادن با هم دعوا داشتن، اشرف افغان هم با چند هزار نفر اومد ایران رو فتح کرد. همون رو نادر، همون لشکرهایی که با هم میجنگیدن، همون رو تشخیص کرد، توافق ایجاد کرد، لشکرکشایی کرد ایران بزرگی که شد، که بزرگترین کشور دنیا شد. خیلی ممنون، زیاد حرف زدم. خیلی ممنونم آقای رایی، استفاده کردیم. نفهمید دیگه. حالا چون طبق معمول، طبق روال همیشه، جلسه رو توی 2 ساعت میبندیم، دیگه به آخر جلسه رسیدیم. من ممنونم از آقای رایی، مهمون ویژه‌مون. فقط خدمتتون عرض کنم که جلسه امروزم با موضوع حق اعتراض، گفتگوی دموکراتیک و حقوقی چگونه گفتگویی است در واقع بود، که با حضور مهمان ویژه‌مون آقای محمد رضا رایی ادامه پیدا کرد. من دوباره اسم دستندرکاران رو عرض میکنم خدمتون. مسئول جلسه که خودم بودم، مصطفی منیری، منشی جلسه خانم زهرا رهایی، ضبط صدا و ادمین ها هم خانم شهلا شاسونی، آقای حسن حمزه‌زاده و خانم زهرا رهایی. باز هم ممنونم از وقتی که گذاشتید. شب و روزتون خوش. شب روز شما.